بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دانشجویان و همکاران گرامی. ورودتون رو به کارگاه مکس کیو خوش آمد عرض میکنم. امروز انشالله برای ارائه کارگاه مکس کیو در خدمت استاد دکتر محمودی از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستیم. اگر که کیفیت صدا خوب هست لطفا یک پیام به من بدین تا من متوجه بشم که شما صدای من رو به خوبی دریافت میکنید. متشکرم. همطور که قبلا خدمتتون عرض کردیم انشالله که نرم افزار مکس رو روی سیستمتون داشته باشین و همچنین فایل وردی که قبلا خدمتتون فرستادیم. ما تا دو سه دقیقه دیگه به جمع شما برمیگردیم و کارگاه رو انشالله شروع میکنیم. امیدوارم که کارگاه امروز براتون مفید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، همکاران گرامی، دانشجویان گرانقدر. همونجور که همونجور وفادار خدمت حضار محترم عرض کردن، بحث نرم افزار مکس کیو دی ای رو در خدمت عزیزان هستیم که انشالله با هم مرور میکنیم تا اطلاعات لازم رو با هم شیر کنیم و بتونیم استفاده مناسب از این نرم افزار داشته باشیم. خب همونجور که خدمت حضار محترم گفتم اسم نرم افزار مکس کیو دی ای هست. این نرم افزار یکی از نرم افزارهایی هست که برای آنالیز داده‌های کیفی که مصاحبه باشه به ما کمک می‌کنه که به چه شکل مصاحبه‌ها رو ما بتونیم منیج کنیم و استفاده بهتری بکنیم. نکته‌ای که باز در خصوص نرم افزار و درس خوندن اینه که من نرم افزار کمک می‌کنه به ما، خودش تفکر انتزاعی نداره. به این شکل نیست که مثلا بخواد برای ما طبقه ایجاد کنه، طبقه رو حذف کنه، نمیدونم ریکود ایجاد کنه. به ما کمک میکنه آنچه که در ذهن ما هست رو ما بتونیم به درستی منیج کنیم، به درستی مدیریت کنیم و استفاده ببریم. در اصل پس یک نرم افزاریه که کمک کار، تفکر انتزاعی خوب نداره ولی میتونه خیلی به ما کمک کنه که ما بهتر بتونیم کدها، طبقات و تمی رو که حالا مد نظرمون هست رو بهش برسیم. حالا به چه شکل با این ابزار کار میکنیم بحث امروزمونه که چجوری این نرم افزار با این توصیفایی که گفتیم چجوری میتونه ما کمک کنه تا ما با عنوان یک محقق و عنوان یک پژوهشگر بهتر بتونیم کارمون رو صحیح‌تر و دقیق‌تر انجام بدیم. خب این نرم افزار ورژن‌های مختلف داره. از زمانی که ما استفاده میکردیم مکس شماره 1 یا 2 مثلا بودن 15 سال پیش بود، به مرور آپدیت شده و الان که در خدمت شما هستم مکس 2020 هم قابل دانلود هست و مکسی که ما امروز کار میکنیم مکس 10
و همه اونا خب دائما بروز شده، راحت تر شده، به اصطلاح یوزر فرندلی تر شده از چه زمان گذشته. من یادمه که نرم افزار مکس مثلا 2 و 3 که ما کار میکردیم حدود مثلا 15 سال پیش، فقط مثلا فایل ورد رو در فرمت RTF مثلا برای ما می آورد. اگر RTF نبود اصلا قابل شیر نبود، یعنی نمی اومد تو صفحه بشینه. ولی الان ورد هر وردی رو میاره، هر PDFی رو میاره، هر تصویری رو میاره و این قابلیت ها بهش اضافه شده. ولی شاکله اصلی و شاکله کلی اون فرقی نکرد. پس این توضیحات کلی بود که حالا راجع به نرم افزار گفتیم. حالا گام به گام پیش میریم و با هم مرور میکنیم. ضمن این که حالا من توضیح میدم که قابلیت های نرم افزار چیه، به شکل عملی هم کار میکنیم با سیستمی که حالا خدمت شما نشون میدیم و شما میتونید همزمان با من یا اینکه حالا بعداً این کار رو انجام بدید. یه نرم افزار سختی نیست، نرم افزار راحتیه و به راحتی میتونه به ما کمک کنه. خب مرحله اول ایجاد فایل یا پروژه جدیده. خب هر کدوم از ماها ممکنه یک کاری رو، یک پروژه رو شروع کنیم، یک کار کیفی رو شروع کرده باشیم، مصاحبه رو جمع‌آوری کرده باشیم و داشته باشیم و باید این مصاحبه رو بیاریم توی این نرم افزار بنشونیم به اصطلاح تا بتونیم ازش استفاده کنیم. همونجور که ملاحظه میکنید در نرم افزار یه منوباری رو ما داریم، منوی ابزاری رو داریم که این منو ابزار نیو پروژیکت رو انتخاب میکنیم، این پروژه جدید رو انتخاب میکنیم و مسیر مورد نظر فایل پروژه جدید رو با یک اسم انگلیسی تایپ رو ذخیره میکنیم. این منوبار اینجا هست، پروژیکت رو میزنیم. وقتی پروژیکت رو زدیم این صفحه‌ای که حالا ملاحظه میفرمایید باز میشه و 4 تا حالا این نرم افزار پنجره داره. این 4 تا پنجره، پنجره اصلیه، یکیش داکیومنت سیستمه، یکیش کد سیستمه، همین دست چپ پایین، روبروش بالا تکست بروزره که متن رو به ما نشون میده و خونه 4 ریتریو سگمنته. ریتریو سگمنت خاصیتی که داره اینه که میتونه به ما حالا ضمن کار بیشتر متوجه میشیم سورس کدمون رو به ما بگه که این کد مثلا حالا اگه 2 بار تکرار شده، 10 بار تکرار شده، از چه مصاحبه هایی، از چه متن هایی این گرفته شده، این رو به ما کمک. پس این 4 تا خونه رو مد نظر داشته باشید و حالا باز دقت داشته باشید که هر کدوم از این پنجره هم با علامت زردری که روشون داره، احتمالاً بالکنی که من روش تاکید دارم رو نمیدونم، حالا تصویر احتمالاً میبینید، و با بستن این پنجره ها باز میشه که حتی به یه پنجره هم برسیم که حالا باز کردن پنجره، باز اگر دقت بفرمایید در همین منوبار بالا یک پنجره ای داریم به نام ویندوز. این ویندوز رو که روش بدید این 4 تا خونه ای که زیرش میبینید فعال میشه. کلیک به هر کدوم از این خونه ها شما میتونید کار کنید و در کل اون 4 تا خونه رو به شما نشون میده. بعضی ها حذف میشن، بعضی ها همین عکس تصویری که ملاحظه میفرمایید این کار قابل انجامه. پس گزینه ویندوز رو خدمت حضور محترم گفتم که با بازو بسته کردن اون میتونیم ما این 4 پنجره‌ای که گفتیم اساسی و حیات و شاکله اصلی نرم افزار مکس کیو دی ای رو تو ورژن‌های متنوع شکل میدن رو بتونیم ما استفاده کنیم. و اینجا باز اون داکیومنت سیستم، اون 4 تا پنجره، کد سیستم، تکست بروزر و ریتریو سگمنت رو ملاحظه می‌فرمایید. حالا تمرینی که داریم میریم سراغ نرم افزار مکس کیو دی ای که اینجا ما داریم. عزیزان دقت بفرمایید. خب توضیحی که داریم چی بود؟ من یک بار این کار رو مرور میکنم و توقع دارم اگر الان نرم افزار رو توی سیستمتون ریختید میتونید این کار رو با هم پیش ببرید. خانم دکتر زحمت کشیدن و متن یکسان رو برای حالا دوستانی که قرار بود شرکت کنن زحمت کشیدن و متن رو ارسال کردن. دارید این متن رو، حالا این متن رو در یکی از محله کامپیوترتون هست. چجوری متنی که الان
ارسال شده برای شما داری تو کامپیوتر شما چجوری این رو فراخوان کنید. میایم توی پروژکت. بله پروژکت رو که تعریف کردیم، نیو پروژکت که حالا نیو پروژکت رو ما میزنیم، نیو پروژکت رو که زدیم اینجا یه اسمی از ما میخواد، مثلا اسمی که حالا از ما میخواد ما اش میدیم مثلا تست. این تست رو سیو میکنیم در دسکتاپ، ما سیو میکنیم. الان در دسکتاپ شما این فایل تست وجود داره، فایل تست وجود داره و حالا ما میخواییم اون مصاحبه ای رو که خدمت شما ارسال شده رو فراخوان کنیم، بیاریم بنشونیم در این فایل مکس. رو داکیومنت کلیک میکنیم، ایمپورت داکیومنت رو میزنیم، ایمپورت داکیومنت رو میزنیم، میگردیم دنبال اون فایل وردی که ما داشتیم و ما این فایل ورد رو در کامپیوتر خودمون آوردیم و در دسکتاپ وجود داره. اگه ملاحظه بفرمایید مصاحبه کاردار رو من روش کلیک میکنم، همونجور که ملاحظه میفرمایید در حال نشستنه و اومد نشست در خونه داکیومنت ها، داکیومنت سیستم، مصاحبه کارگاه مکس اومد نشست. حالا اگر من روی این مصاحبه کلیک کنم، ببینید روی مصاحبه کلیک کردم، در پنجره روبروش مصاحبه چی شد؟ باز شد. خب پنجره روبرو مصاحبه باز شد. پس گام اول این شد که ما این چهار تا فضا رو شناختیم. فضای اول که همون داکیومنت هست به این صورت بود که ما چگونه فایلمون رو فراخوان کنیم و بنشونیم در این فضا. وقتی که تو این فضا نشست ما چگونه میتونیم اون رو ببینیم و دیدنش در با کلیک کردن روی اون مصاحبه ای رو که حالا آوردیم در فایل داکیومنت سیستم نشوندیم، با کلیک کردن روی اون در قسمت در پنجره داکیومنت بروزر ما قابل برامون قابل مشاهده است و الان ملاحظه میفرمایید که این قابل دید میانه. خب این تا اینجا. پس عزیزان زحمت بکشن این رو انجام بدن خودشون که با هم پیش بریم انشاءالله. سلام استاد. استاد ببخشید من نرم افزار دانلود کردم، اسمشو برید دو تا جمله به من میگید من نجات بدید از این کج فهمی سنگین. خب ببینید الان ما حدودا بالای 70-80 نفر مستمع داریم و دارن بیشتر هم میشن. اونا باید کاری بود که قبلا انجام میدادید. ببخشید دیگه من وقت دیگران رو نمیتونم بگیرم. شما حالا همینایی که میگم رو گوش بدید، انشالله حالا بعدا بهتون بگیم. بله خب مرسی ممنون. ببخشید. پس گام اول رو متوجه شدید که ما چجوری این فایل رو ایجاد کردیم، چهار تا پنجرهش رو گفتیم و اینکه پنجره حالا چجوری باز و بسته میشه که من برمیگردم و طریقه باز بستن این پنجره ها رو یه بار مرور میکنید. الان این چهار تا پنجره رو میبینید. ببینید ما مثلا میخواییم داکیومنت بروزر رو ببندیم. ببینید به محض اینکه روش کلیک کردیم بسته شد. میخواییم ریتریو هم ببندیم، اینم بسته شد. دو تا فایل بعد ببینید کد سیستم هم باز به همیشه. حالا بخواییم باز کنیم، میایم رو منوبار ویندو داکیومنت سیستم بازه، خدمت شما از شبت کود سیستم رو باز کردیم با یک کلیک.
ببخشید من مکسم بسته شد. دانش همکاران گرامی، تا شما فایلتون رو آماده میکنید ما هم این نرم افزار رو دوباره براتون بالا میاریم. خب عزیزم یه مشکلی پیش اومد، نرم افزار ما هنگ کرد یعنی بسته شد. با این کاری که انجام دادیم مجدد خدمت دوستان ادامه میدیم بحث رو. پس ببینید این چهار تا پنجره رو گفتم به چه شکل این پنجره بسته میشه و چه جوری باز میشه. یعنی این چهار تا پنجره با منوبار ویندوز در اختیار ماست، یعنی به راحتی میتونیم با این منوبار ویندوز ما این چهار تا پنجره رو در دسترس داشته باشیم که بعداً خیلی اینا به ما کمک میکنه. خب تا اینجا کار، پس ما به این شکل خدمت عزیزان هست شبت که سیستم رو داریم، در اختیار داریم. الان یکی از مصاحبه رو آوردیم نشوندیم و این مصاحبه الان موجوده. عزیزان ادامه میدیم کار رو. پس این تا اینجای کار که در جریان قرار گرفتید، آشنایی با پنجره‌های اصلی صفحه کار. خب این پنجره رو توی فایل مک شما ملاحظه فرمودید که به چه شکل است. آشنایی با پنجره اصلی Document System، این پنجره گفتیم در واقع مخزن اصلی کلی فایل متنی پروژه است. هر فایل، الان من یه فایل آوردم نشونم، حالا در ادامه کار فایل‌های دیگری هم میاریم میشونیم. مثلا ما در کارمون 10 تا مصاحبه داریم، 15 تا مصاحبه داریم، 20 تا مصاحبه داریم. همه اینا رو میتونیم بیاریم در این قسمت از پنجره ذخیره کنیم و با روشی که گفتم متن رو میاریم. گفتم قبلا به شکل RTF بود، ولی الان با هر فرمتی فایل ورد یا فایل حتی PDF میاد میشینه و مشکل خاصی رو نداره. خب میتونیم در داخل همین داکیومنت سیستم ما
گروه های متنی رو ایجاد کنیم و نیوتکس گروپ رو ایجاد کنیم، مثلا برای مصاحبه ها که روشش اینه میای نیوتکس، حالا تمرینش هم بعدن داریم، میای نیوتکس و خدمت شما هر سال دفتر تست قرار گرفتیم، نیوتکس گروپ رو ما فعال میکنیم. نیوتکس گروپ رو وقتی فعال کردیم، ایمپورت تکست رو میزنیم و از مسیر فایل متنی مورده که قبلا به صورت حالا RTF کنیم یا هر فرمتی و روی اسم اون کلیک میکنیم و با انتخاب گزینه اوپن تکست محتویات اون رو در تکست بروزر ما مشاهده میکنیم که حالا مسیرش رو اینجا شکلش رو ملاحظه میفرمایید که ما در روی تکست اوپن تکست رو باز کردیم و اوپن تکست اومدیم چیکار کردیم؟ مصاحبه های مختلف رو، حالا اینترویو یک تا هر چند تایی رو که بخوایم میتونیم ایجاد کنیم. در پایان این مرحله فایل فعال شده برای انجام مرحله بعدی این کدگذاری و سایر موارد در دسترس و در تکست بروزر هم که گفتم قابل مشاهده است. خب این پس به چه شکل گفتیم که ما فایل رو میتونیم بیاریم و در تکست داکیومنت سیستم قرار بدیم و یا اینکه چجوری فایل رو در همینجا ایجاد کنیم، مثلا موردی رو تایپ کنیم. حالا معمولا به این شکل نیست که ما بیاییم تایپ کنیم، ولی این قابلیت رو همین سیستم داره با این روشی که گفتیم که میاییم کریت تکست میکنیم، وقتی کریت تکست کردیم متن رو مثلا تایپ میکنیم و کار رو ادامه میدیم و یه فایل جدید ایجاد میشه. ولی غالبا ما به شکل ورد داریم مصاحبه رو ایمپورت میکنیم و میاریم در داکیومنت سیستم میشونیم. حالا همین روش رو که حالا خدمت شما گفتم، وقتی ما مثلا متن رو میخواییم خودمون ایجاد میکنیم با روش کرییت تکست، ایجاد تکست، این قابلیت هم داره که ادیت هم میشه، مثلا اشتباه بنویسیم یا چیزی رو بخوام حذف کنیم یا تاکید کنیم رو نقطه خاص، قابلیت ادیت داره که با انتخاب گزینه ادیت کد این کار رو میتونیم انجام. یه نکته ای که باز در خصوص این نرم افزار و توجه داشته باشید اینه که نرم افزار مثل فایل ورد نیست که مثلا ما اگر یک اشکالی رو ایجاد شد دوباره برگردیم و اون حالت اولیه حفظ بشیم. نه، اینو باید دقت کنیم که اشتباه کمتری داشته باشیم. به همین علت من گفتم بهتر اینه که فایل رو کرییت فایل نزنیم، فایل رو ایمپورت کنیم. فایلایی که در جای مختلف ایجاد میشه این رو ایمپورت کنیم و بیاریم در این پنجره خاص خودش ما بنشونیم. حالا در راستای این صحبتایی که من انجام دادم، تمرین بعدی رو باز میدیم انجام میدیم، انشالله که فایل ما دچار مشکل نمیشه مثل سری قبل و با هم مرور میکنیم. حداقل دو گروه متنی رو برای هر کدوم از آنها دو فایل متنی بارگذاری میکنیم، دو تا فایل رو بیاریم توی داکیومنت سیستم بنشونیم و اونا رو فعال کنیم. حذف فایل متنی رو یه بار حذف میکنیم، دوباره میاریم میشونیمش تا اگر مثلا یه وقت اشکالی چیزی بود ما این قابلیت سیستم رو با هم مرور کنیم تا با هم بیشتر یاد بگیریم. میریم این تمرین رو الان انجام بدیم. خب من یه متن آوردم نشوندم، الان میرم یه متن دیگر رو باز تو داکیومنت سیستم دقت بفرمایید ایمپورت رو میزنم، یه فایل ورد رو ترجیحاً از دسکتاپ خودم میارم و متن آرتیکل رو الان نزده میکنم. این آرتیکل رو الان میرمین کنم در فایل داکیومنت سیستم، این کار داره انجام میشه با یه مقدار تاخیر. خب این آرتیکل ما هم اومد نشست، یعنی الان ما دو تا فایل داریم. در اگر آرتیکل همین 590 اگر رفت بفرمایید من کلیک کنم، ملاحظه میفرمایید که اومد نشست و این فایل الان قابل رویت فارسی و انگلیسی کاملا اینجا مشخص. پس ببینید دو تا متن الان آوردیم نشون،
و گفتیم هر چند متنی که بخوایم این قابل انجام، ولی من توصیه میکنم این کار رو اون اول انجام ندیم، چند تا متن رو نیاریم. معمولا در کارهای کیفی اساتید توضیح دادن گفتن خدمت شما، شما تکلیف این مصاحبه رو مشخص کنید بعد مصاحبه بعدی رو بیارید، چون مصاحبه رو وقتی مشخص میکنید میزان پیشرفت رو مشخص میشه، این چیه به چه نکاتی رسیدید، چقدر این مصاحبه شما رو به هدف نزدیک کرده. یکی از اشکالاتی که معمولا دانشجوها دارن در کارهای کیفی، البته اساتید قطعا بهشون گفتن و در جریان هستن، حالا جهت یادآوری من عرض میکنم خدمت عزیزم که ما وقتی یه فایل رو آوردیم حتما باید این فایل رو تعیین تکلیف کنیم، یعنی کد بندی کنیم، کدها رو در بیاریم، تقویندیش رو انجام بدیم، بعد مصاحبه بعدی رو بریم بنشونیم. چون خیلی از موارد این کدایی که ایجاد کردیم مصاحبه دوم این کدا میاد روی کد اول میشینه و از دوباره کاری پیشگیری میکنه. ضمن اینکه در کارهای مثل گرند تئوری که هدف تولید تئوری هست، اکسترکت تئوری هست، اصلا هر مصاحبه پایه‌ای هست برای مصاحبه بعدی که گفتم بعضا دانشجوها عجله میکنن و 4 تا 5 تا مصاحبه رو همینجور با یک فرمت انجام میدن و اصلا این قابل، یعنی درست نیست، صحیح نیست. باید مصاحبه رو ما انجام بدیم، اون چیزی که میخوایم ازش در بیاریم، بعد حالا بریم مصاحبه بعدی رو انجام بدیم و بیاریم به کارمون اضافه کنیم. حالا یه توصیه بود که خدمت عزیزان من انجام بدم. و بحث این بود که ما تمرینی که الان داریم چجوری فایل رو از یه فایل آوردیم اشتباهه، مثلا همین آرتیکل 590 فایل به شکل اشتباهی وارد شده، میخوایم اون فایل رو چکار کنیم؟ میخوایم اون فایل رو حذف کنیم. میایم خود فایل کلیک میکنیم، رایت کلیک میکنیم، روی آیکون دیلیت داکیومنت رو ملاحظه میفرمایید، این دیلیت داکیومنت رو میزنیم، دیلیت و حذف شد، فایل حذف شد. الان یک فایل شما در داکیومنت سیستم دارید اگه ملاحظه بفرمایید. حالا بخوایم اگه متنشو باز ببینیم چیکار میکنیم؟ متن رو روش کلیک میکنیم و متن قابل رؤیته. و باز در اینجا اگر ما بخوایم این متن رو کلا در کل صفحه روبرو ببینیم که باز میریم تو پنجره ویندو، اگر دقت بفرمایید، امیدوارم که باز اون مشکل پیش نیاد. اینجا و ملاحظه میکنید کد سیستم، میریم رو ویندوز، یعنی داکیومنت سیستم، ویندوز داکیومنت سیستم رو زدیم و داکیومنت بروزر رو میزنیم. دقت بفرمایید الان ببینید این فلکسیبیلیتی رو به اصطلاح این سیستم داره که الان متن کاملا بیشتر باز شد و من راحت تر میتونم کد بندیامو انجام بدم دیگه. اون ریتریو سیستم که حالا میگیم برای چی به کار میره اینجا مورد نیاز ما نیست، ما اون فضا رو میاریم رو داکیومنت بروزر و این کار رو انجام میدیم. پس الان مثلا سه تا پنجره برای ما فعاله، داکیومنت سیستم، کد سیستم و داکیومنت بروزر. حالا میخوایم ریتریو سیستم رو بیاریم، یعنی ریتریو سگمنت رو روش کلیک میکنیم و میاد این کار انجام میشه و چهار تا پنجره رو ما داریم. پس این خاصیت دیگر ابزار بود که خدمت شما گفتیم. اون بحث حالا ایجاد فایل رو که حالا من اونجا خدمت شما گفتم create document رو یه بار تمرین میکنیم، ولی من توصیه میکنم که این کار انجام نشه چون که یه مقدار وقت میکنه، ولی تکرار میکنیم. مثلا من شروع میکنیم به تایپ کردن که مثلا به اسم تعالی سلام علیکم چه هوای خوبی مثلا روز اول ماه سفر و هر چیز رو بخواهید. حالا مصاحبه میخواید انجام بدید یا مثلا یه نکته، حالا بعضا مصاحبهاتتون ممکنه، حالا این قابلیت این سیستم داره جوریه که شما مثلا یه سری حالا ممکنه بعضی موارد رو بخواید تایپ کنید. اگه مثلا مجبورید که این کارو بکنید میتونید این رو حالا فایل ورد رو میتونیم جای دیگه تایپ کنیم بیاریم، میتونیم اینجا این کارو انجام بدیم. حالا ما نمیخوایم این، اگر بخوایم مثلا ادامه پیدا کنه یه اسم هم میتونیم اسمش رو عوض کنیم، مثلا بذاریم چی؟ rename document، بگیم مثلا تایپ 1، مثلا یه اسمش بدیم، یا مثلا یادداشت 1 بسیم، یادداشت اول،
یادداشت یک. یادداشت یک، اسم یادداشت یک این رو ثبت کردیم. این هست دیگه. بازم جزو یکی از داکیومنت ها اونه. دوباره بریم رو بحث مصاحبه کارگاه ببینید. این الان میخواییم یادداشت یک نمیخواییم باشه، میخواییم مصاحبه کارگاه باشه. اومدیم رو مصاحبه کارگاه کلیک کردیم و متن مصاحبه کارگاه باز شد. پس ببینید ما یه اونو یادداشت هم اینجا گذاشتیم که با کلیک کردن روی یادداشت میتونیم بریم سراغ اون یادداشتی که حالا تایپ کردیم، حد وجود داره. خب مکس کارگاه، بله، ما دوباره هم مصاحبه رو باز کردیم. پس طریقه کریت یا ایجاد داکیومنت رو خدمت حضار محترم من گفتم و بحث ایمپورت هم که گفتیم، حالا ادامه میدیم. پس تا اینجا کار نکاتی رو که یاد گرفتیم، چهار تا پنجره، قابلیت این پنجره، طریقه رینیم کردن این داکیومنت. داکیومنت مثلا یادداشت یک و من بعدا میخوام مثلا عوض کنم، میام رو خود یادداشت یک کلیک میکنم، رینیم داکیومنت میذارم، هر اسمی رو که بخوام مثل فایل ورد کلیک میکنم، یا حذف میخوام بکنم، یا نمیدونم فایل جدید دارم. اینا رو خدمت عزیزان گفتیم، میتونید مرور کنید تا بریم گام های بعدی رو انشالله در خدمت دوستان باشیم. خب پس این تمرین دو، دو گروه متنی، فایل متنی فعال کردیم، طریقه حذف فایل، فایل مورد در فرمت مناسب ذخیره، ویرایش متن هم که گفتیم در فایلی که کرییت فایل که میکنیم ما میتونیم در اون قسمت ویرایش فایل رو هم انجام بدیم که خدمت عزیزان من این رو گفتم و شما انشاءالله این رو مرور میکنید و ادامه میدیم بحث رو. خب تا اینجا کار گفته شد، در ادامه بریم در ادامه بحث بحث کد سیستم رو داریم. چجوری ما این مصاحبه رو آنالیز کنیم؟ خب برای آنالیز مصاحبه عزیزان در جریان هستن دیگه، بسته به اون هدف پژوهش ما. ما الان حالا بسته به اینکه چه هدفی داریم، ما یک کانتنت رو مثلا داریم انجام میدیم، اتنوگرافی داریم انجام میدیم، گرندت داریم انجام میدیم، بسته به اون هدف و ترجیحاً باز توصیه‌ای که من خدمت عزیزان دارم اینه که معمولا به دانشجویان عزیز میگیم که شما اون هدف پژوهشتون یا سوال پژوهشتون رو بنویسید روی مثلا یه گوشه دسکتاپ یا رو میز کارتون بزنید و با این دید بیاید کد بدید، یه کدای اضافی و کدایی که نیاز نیست. یا خیلی از موارد ما در ضمن کد دادن میفهمیم که مصاحبمون رو درست انجام ندادیم، یعنی اون جایی که باید مصاحبه رو هدایت میکردیم به خوبی هدایت نکرد. پس کد سیستم یعنی کدهایی که با توجه به هدف پژوهش ما میایم این کدها رو شکل میدیم و این سیستم به ما کمک میکنه که کدامون همیشه در دسترس باشه. پس هدف اصلی کد سیستم که پنجره دست چپ پایینی باشه که میریم حالا تمرین میکنیم، هدف برنامه کدگذاری در متون است. به سیستم کدگذاری را توجه میکنیم، میریم در خدمتون رو چه شکل هست. همونجور که الان ملاحظه کردید اون چهار تا خونه تو ذهنتون هست، کد سیستم خالی بود اون موقعه. حالا اینجا یه نمونه ای از کد که ایجاد شده و به شکل درختی هم هست و این رو میتونیم طراحی کنیم، خودمون تغییر شکل بدیم، ایجاد شده و تا 10 سطح این قابل انجام، یعنی هر یک کد میتونه 10 تا زیر شاخه هم داشته باشه و این درختی که مد نظر اون هست رو ما میتونیم در این سیستم پیاده کنیم و این قابلیت رو داره که هر موقع خواستیم یه درخت یه بخشی یا جزئی از اون رو چیکار کنیم، حذف کنیم. یعنی خیلی از اون چیزی که در ذهنمون هست رو این سیستم میتونه برای ما نگهداری کنه، فراموش نشه. یه نمونه را درخت ساختار درختی رو تو این شکل ملازم کنید، ما میریم تمرین میکنیم. برای کدگذاری با دو منوی مختلف وجود دارد، منوی کدگذاری سطح بالا و سطح پایین تر. حالا اینکه چجوری کد اصلی ایجاد بشه، چجوری کد فرعی ایجاد بشه، تو تمرین من این رو باز خدمت شما میگم، الان تئوری که شما میگم تو تمرینم با هم مرور میکنیم. برای عبارت کد سیستم اگه در پنجره کلیک راست کنید، نیو کد ایجاد میشه و با اوکی یک پنجره باز میشه که کدها در اون نوشته میشن که تو تمرین باید راحت تر تو این شکل الان ملاحظه بفرمایید کد سیستم رو زدیم
وقتی کد سیستم رو بزنیم نیوکد ایجاد میشه. نیوکد رو وقتی بزنیم این پنجره نیوکد شکل سمت راست ایجاد میشه. ما مثلا کد خاصی که مد نظرمون هست رو می‌نویسیم. مثلا حالا با توجه به سوال پژوهش گفتم، مثلا یکی از دوستان میخواد کانتنت حالا رضایتمندی رو انجام بده، نمیدونم بیاد گرندت کار کنه، بیاد اسم، هر روشی که حالا داره، و این کد رو میتونه بنویسه و این کد ذخیره میشه. حالا به چه شکل ذخیره میشه خدمت شما خواهیم گفت. در نیو کد نام کد مورد نظر رو و در کد نمو توضیحات ضروری نیست، قابل درجه. مثلا یه وقت یک کدی رو میدید، میخواید توضیحات هم کنارش بنویسید. مثلا میگید این کد خیلی تکرار شده، این خیلی تکرار شده رو به عنوان نمو، یعنی چیزی که شما به عنوان پژوهشگر تو ذهنتون هست، مثلا میگید مهم یا قابل مثلا تغییر، یعنی اینکه بعدا من اگه بحث کردم یا بحث که نه مراجعه کردم میتونم، یعنی تو ذهنم باشه که اینو تغییر بدم، فعلا این به ذهنم رسیده. پس توضیحات خاصی که حالا بخواید بدید رو میتونید تو کد نمو اینجا بنویسید. اگه دقت بفرمایید در قسمت همین کد سیستم در قسمت راست یک رنگی رو میبینید، شما مثلا رنگ سبز رو میبینید. این رنگ ها قابل تغییره، چندین رنگ هست که بسته به نوع کدی که ایجاد میکنیم ما رنگ مربوط هم بهش میدیم. این رنگ ها بعدا در آنالیز میتونه به ما کمک که مثلا چه رنگی غالبه، چه رنگی غالبه یعنی چه کدی غالبه، چه موضوعی ارجحیت داره، چه موضوعی بیشتر قابل توجه. اینم خاصیت این رنگه که حالا اینجا هست. بعد از تمرین این رنگ رو با هم مرور میکنیم. مثلا یه وقت هست شما به شکل قراردادی دیگه، حالا مثلا سبز رو با آرامش رو با سبز نشون میدیم، ترس رو مثلا دیگه با وحشت رو با رنگ قرمز نشون میدیم، یا مثلا یه فوکوس گروپ داریم با رنگ زرد، کل فوکوس گروپ هامون رو یا اکسپرت پنل هامون رو، کدهایی که ازش استفاده میکنیم رو میتونیم مثلا به رنگ قراردادی پیش خودمون بگیم. و بحث کدینگ تست، تکس یا کدینگ تکس، تخصیص قسمتی از متن رو به یک کد. یه وقت از کد رو ما می‌نویسیم، یه وقت نه، یک بخش از متن رو کپی میکنیم میاریم در نام کد قرار میدیم. یک کاراکتر از متن رو میتونم به یک کد اختصاص داد و یک متن رو به چند کد یا قسمت مختلف کد رو به کد دیگه میتونیم اختصاص بدیم که معمولا ممکنه بس اوورلپینگ اینا پیش بیاد. اینا گفتم اون تفکر انتظاییه که این سیستم میتونه برای شما ثبت، یعنی شما راننده این سیستم خودتونید، هدایتگر سیستم خودتونید، فرد پژوهشگر. ولی این سیستم میتونه اون چیزی که در ذهن شما هست رو، اون ساختاری که داره در ذهن شما شکل میگیره رو شکل بندی کنه، سازماندهی کنه، نگه داره، سری بعد که برمیگردید از صفر دوباره شروع نکنه. ببین تو اینجا کار پیش اومد، من ادامه کار رو پیگیری میکنم. این نرم افزار قابلیت رو داره. این روش کدهی هم چندین روش هست که حالا میگم این روش رو در تمرین بکنم. مثلا یه بخشی از مصاحبه رو شما انتخاب میکنید در تکست بروزر، بعد میاید روش کد، میاید در قسمت کد سیستم باز میکنید و یه اسمش میدید. اینو بهش میگیم کلاسیکال کدینگ یا کدینگ کلاسیک به اصطلاح. حالا چهار جور اسم داده، خیلی اینا مهم نیست، ولی در جریان باشید که مثلا اگر شما متن رو انتخاب کنید، متن رو بخونید، مثلا بعد یه چیزی به ذهنتون میرسه از متن، یک کلمه یا یک عبارت، این عبارت رو می‌نویسید در نیو کدی که حالا ایجاد کردین کنار رنگ سبز، اسم کد رو می‌نویسید. این میشه کلاسیکال کدینگ. به یه وقت نه، فری کدینگ داریم. فری کدینگ چه جوریه؟ در این روش مثلا شما یکم بازتر، یکم انتظایی تر عمل میکنید. مثلا میگه this is a typical style of initial coding in ground theory. A new code will be attached to text as. نیو کد رو همون که گفتیم درگ میکنیم، میکشیم یک کلمه رو یه عبارت رو میاریم در جای کدیم قرار میدیم. target selective coding هم باز به همین شکل. text will be scanned for selected code. when a text passage is found that belong to the selected code, coding will be performed. پس روش های مختلفی گفتیم هست. یه وقت هست می نویسیم یه چیزی رو انتظایی تره، یه وقت نه، خود متن رو کپی می گیریم میاریم بهش حالا فری کدینگ می گیم. بعد بحث این ویو کدینگ هست که تو بحث این ویو هم
باز یه مقدار مصاحبه رو میخونیم، اون چیزایی که حالا مد نظر هست و اون برداشتی که ما به عنوان پژوهشگر داریم رو میاریم در جای کد می‌نویسیم. رنگ کد بود کالر کدینگ رو که خدمت عزیزان توضیح دادم، خدمت حضور محترم که حالا توضیح فارسیش هم اینجا باز ملاحظه می‌فرمایید که انواع روش کدی که حالا با مرور کردن این رو بیشتر انجام میدیم، ولی تئوریکش ببینید که حالا کلاسیک رو گفتیم، درگ هم که گفتیم، یک بخش رو درگ میکنیم، میکشونیم، میاریم در جای اسم کد قرار میدیم، این رو باید تکرار کنیم، تمرین کنیم که تو ذهنم رو بمونیم. در روش دیگر میتونیم با کلیک راست روی متن نیو کد رو حالا انتخاب کنیم. حالا در این ویبو هم کلمه عبارت به عنوان کد از متن انتخاب میشه، همزمان با انتخاب این گزینه زنده کد نیمت آن کلمه عبارت نیست، کد جدید به لیست کدها اضافه میشه. این گزینه با کلیک راست و به متن قابل دسترسی هست. رنگ ها رو بود که باز خدمت عزیزان من گفتم ازش میگذاریم. و حالا یه نکته دیگه هست، وقتی شما کد ایجاد میکنید دقت بفرمایید اینجا در کنار همون تکست بروزر ملاحظه بفرمایید، همین جایی که الان من روش کلیک کردم، کد اگزامپل، شما یه متن رو میخونید، یه کد میدید، همچین شکلی در کنار کد ایجاد میشه. این وسط این شکل رو، این فضای خالی رو کلیک کنید، حالا تو تمرین انجام میدید، یه فضای باز میشه، باز برای گذاشتن میمو، یعنی اون چیزی که برداشت شما یا اصلا نیاز به برگشت یا آنالیز مجدد مثلا بشه یا دقت فراوان بشه یا کدهای خاصی هست که مد نظرتونه، میتونید این میموتون رو اینجا بنویسید، یادداشتتون اینجا بنویسید. که در خیلی جاها دوستانی که حالا کار کردن در جهان هستن، این نمایی که ما میزنیم میتونه در بعدا مثلا در مدل سازی یا مپینگ کارمون یا در لیبل دهی یا تم بندی یا تمی که میگیم میتونه مؤثر باشه و ما کمک کنه. این قابلیت ها رو این نرم افزار داره. امکان حذف یا با گذاشت کامنت هم اینجا میتونیم این کامنت رو دیلیت هم بکنیم که با شکل عملی ما تکرار. حالا این حالت دیلیتشه که ما مثلا یکی نمایی رو داریم خوشمون نیومده یا فکر کنیم درست نیست، میخوایم حذفش کنیم، میام روش رایت کلیک میکنیم و دیلیت میکنیم که باز تو تمرین این رو انجام بدیم. تغییر نام هم میشه ادیت کامنت یا مودیفای ویت. حالا یه وزندهی هم هست، بعضی جا ما مثلا وقتی آنالیز میکنیم میخوایم کد بدیم، میگیم کدی که مربوط به حالا مصاحبه پارتیسیپنت شماره یکمونه، مثلا ما یک مصاحبه رو میخوایم از دانشجویان انجام بدیم، عنوان کار ما جوریه که دانشجو مثلا کی پارتیسیپنته، پارتیسیپنت اصلی مونه. و وقتی حالا تو میمو تو ویتینگ تو وزن میخوایم بدیم، وزنش رو بیشتر میدیم، یا مثلا عنوان کارمون در خصوص مثلا بزرگانی پرستارانه، وقتی با پرستار ما مثلا مصابه میکنیم بعد متن مصابهش رو میخواییم کد بدیم، میگیم وزن پرستارا مثلا بیشتره، حالا میگیم در کنارش مثلا از همکارای دیگه مصابه میکنیم، اونجا وزنش میگیم مثلا نصف بشه یا دو برابر بشه. این مروریه یا تعریفیه که ما خودمون داریم و قراردادیه، میتونیم این کار رو انجام بدیم که بعدا در مپینگ کار در شکل دهی تم ها میتونه به ما کمک کنه و این قابلیت رو این نرم افزار داره. خب پس بحث کد سیستم، من ترجیح میدم که برگردیم قبل از اینکه صفحه بعد رو بخونیم بریم یک تمرین دیگه داشته باشیم در بر روی نرم افزار مکس. خب گفتیم بحث کد سیستم، ما میخواییم یک کد بدیم، اینجا مثلا مصاحبه شماره دون اگه دقت بفرمایید که داکیومنت بروزر هست، خانم 45 ساله با 27 سال سابقه پیوند کلیه، کاری که پیوند کلیه انجام شده، تحصیلاتش حالا لیسانس بوده، کارمند بوده، متأهل بوده، دریافت کلیه پیدا کننده، کاری بوده که حالا مثلا پیوندی انجام شده و سوال این بوده
با عنوان مثال دیگه شما در این 27 سال چجوری از خودتان مراقبت خود مراقبتی رو مثلا خواسته در اینا بررسی کنید. خب حالا ببینید با توجه به سوال من حدس میزنم که شاید عنوان این پژوهشگر این بوده که خود مراقبتی رو یا در افرادی که پیوند شدن بررسی کنه یا مثلا بخواد کار دیگه از خود مراقبتیه. بحث ما اینجا خود مراقبتی، همین که گفتم هدف پژوهش رو حتما توی برگه بنویسید و بچسبونید که چشتون باشه، روی دستابتون باشه و بر اساس اون یک کد بکنید. ما اینجا میگیم خود مراقبتی، عنوان ما هست پس خود مراقبتی در بیماران پیوند کلی. ببینیم خود مراقبتی به چه صورت. خب پس با این پیش زمینه ما میایم این مصاحبه رو کد میدیم، خود مراقبتی در بیماران پیوند کلیه. من اعتقاد دارم اول هر کاری باید توکل به خدا باشه. پس ببینید توکل به خدا میشه یک کد. من یک کپی هم اینجا میدنم حواسون باشه، میگیم رو کد سیستم. میخواییم توکل به خدا رو با من یک کد بدیم. من رو کد سیستم کلیک میکنم، نیو کد رو میزنم، میتونم اینجا تایپ کنم توکل. یکی از روش‌های یکی از حالا عوامل مؤثر در خود مراقبتی میتونه توکل به خدا باشه. توکل به خدا. توکل به خدا. رنگشم حالا اسمشو نوشتم، کالر رو مثلا من این طیف رنگ رو ملاحظه می‌فرمایید. خب بحث توکل به خدا، بحث مذهب، آرامش، میتونیم همون رنگ سبز رو انتخاب کنیم. اوکی می‌زنم رنگ سبز. یا حالا نه مثلا رنگ سفیده، روشناییه، باز اوکی می‌زنم. من خب تمرین کنم رنگ سفید. حالا بخاطر اینکه برتر ببینید من همون رنگ سبز رو انتخاب می‌کنم. توکل رو رنگ سبز کلیک کنم. طیف رنگ رو ملاحظه می‌فرمایید تو چه؟ اوکی می‌زنم رنگ رو عوض شد. این اوکی میزنم. ببینید اینجا کد سیستم ملاحظه کردید توکل به خدا اضافه شد. حالا من میخوام به عنوان یک کد ثبت بشه، چیکار میکنم؟ رایت کلیک میکنم، کد رو میزنم، کد کلیک، یک ثبت شد. به معنی که یک ثبت شد، ببینید در پنجره داکیومنت بروزر اون موردی که میگفتم یعنی توکل به خدا ثبت شد. اینجا بحث نمو بوده، گفتیم اگه این پنجره کوچیک رو یک کلیک کنید یک فضایی باز میشه و ببینید کامنت رو میتونم من بنویسم. مثلا میگم حالا من به عنوان پژوهشگر میگم شروع یا ابتدای کار توکل با توکل شروع شده خود مراقبتی، یا اینجور بنویسم توکل استارت خود مراقبتی. شما میگم ننویسم، ولی برای اینکه آره بتون تمرین ما در اینجا انجام بدید این کامنت هست. ببینید اینجا این خونه چی شد؟ سبز شد، خالی بود. میتونم این رو حذف کنم، روش کلیک میکنم، ادیت کامنت، کامنت رو ادیت کنم، هر کاری رو حالا بخوام انجام بدم. اوکی. بعد یا مثلا ببینید رایت کلیک میکنم، مودیفای وید، وزن میخوامش بدم. وزن مثلا میگم برای خودم قرارداد میکنم که اون چیزایی که به ذهنم یا به نظرم یا از لحاظ پارتیسیپنت ها، مثلا همون مثالایی که زدم که مثلا اگه من دارم با اساتید مصاحبه میکنم میخوام وزنشو بیشتر بدم، با اونایی که ریلیتد ترم مصاحبه میکنم وزنشو بیشتر میدم، مثلا میرم 3، یه جا دیگه مثلا وزنم کمتر میدم، وزنم تعریف کردم، تیک میکنم اینجا، این کار انجام میشه، وزنم دادیم و کارهای دیگه ای که الان میشه انجام داد. پس توکل به خدا به عنوان یک کد میونه دوستان سر شد. حالا ادامه میدیم با اون نکته ای که خدمت عزیزان گفتم، توجه به هدف پژوهشمون. سوال پژوهشمون چی بود؟ خود مراقبتی در بیماران پیوند کلیه. خب اولش فرد گفته، بعد این مصاحبه شنونده گرامی گفته که با توکل به خدا باید باشه و فقط از خدا بخواد که کمکش کنه، که این ایمان و توکل خیلی مهمه که ببینید یه قدرت بالاتر هست و همیشه حواسش به شما هست. خیلی محاوره‌ای نوشته اینجا مصاحبه.
من ما اول پیوند دفعه پروتئین توی ادار بشم. خب پس توکل خب تقریبا اون جمله اول اون بحث توکل بود. من گفته ما اول پیوند دفعه پروتئین توی ادار داشتم، پروتئین نوری مثلا داشتم و دکتر بستری میکرد. میتونیم اینجا مثلا پروتئین نوری رو، دفعه پروتئین رو به عنوان یه کپی باید میدن میگه خود استفاده کنم، دفعه پروتئین رو به عنوان یه کد مثلا انتخاب میکنم به عنوان نمونه. باز دوباره میام در کد سیستم، کد سیستم نیو کد میزنم. اینجا دیگه نمی پای تایپ نمی کنم، پیس می کنم همون چیزی که اگه قابلیت رو داشته باشه که میتونم استفاده، قابلیت رو نداره پس می نویسیم پروتئین نوری پروتئین پروتئین نوری پروتئین نوری اوکی میزنم. ببینید تا موقعی که من روش دوباره رایت کلیک نکردم کد بشی ندادم اضافه نمیشه، شد دوتا کد. حالا خود مراقبتی ببینید من دارم اینجا بر اساس مصاحبه که انجام شده کد میدم. علائم مثلا بیماران پیوندی میتونه پروتئین نوری باشه. اینجا میخوام حالا ادامه بدیم بعد من این نکته رو گفتم و تصحیح میکنم. دکترم بستنی میکرد و برام کورتون شروع کرد، کورتون ترافی یکی از روش درمان خالصه، برام خالصه کورتون ترافی، خالصه کورتون شروع کرد، خالص ترافی یا کورتون ترافی. باز دوباره هایلایتش کردم، میام تو کد سیستم دوباره نیو کد دقت بفرمایید از کورتون کوپنتراپی کورتون تراپی کوپنتراپی اوکی. باز هم گفتیم دوباره رایت کلیک کد رو من میزنم، کد سوم هم ایجاد شد. این بالا دائما اضافه میشه، سه تا کد تا حالا دادیم. میخوام یه مقدار این کدا بیشتر بشه که تو مراحل بعدی میخوام از این استفاده کنم به شکل کار عملی که به چه شکل اینا رو حالا سازماندهی کنیم و کار رو پیش ببریم. همین گفتن احتمال داره کلیه پس بزنه، پس احتمال ریجکشن یا پس زدن کلیه یکی از دغدغه های این بیماران پیوندیه که این همین اول که شروع کرده گفته باید به خود توکل کنی، بعد نمیدونم پروتئین نوری داشتن دکتر اونو بستری کرد کورتون شروع کرد، ترسیده که یه وقت کلیهش پس بزنه، یعنی دغدغه‌ای که اینا دارن پس زدن کلیه. پس زدن کلیه رو باز دوباره بمونه کد سیستم میام، ببینید مسیر رو دوستان با حدا دارم میرم دقیق بفرمایید، کد سیستم نیو کد پس زدن پیوند ملاحظه کردید اوکی. بعد هم پنج پای کردم یک کد بشه میدم شو چهار تا کد همینجور ادامه میدیم. ولی من همه امیدم به خدا بود و میدونستم کمکم میکنه. اینجا دوباره روی این بحث توکل تاکید کرده، من حالا شاید درست کد بندی نکنم ولی خب با توجه به مصاحبه ببینید امیدم هست. این توکل تکرار شده چیکار میکنم؟ دیگه دوباره کد دیگه نمیام، میام رو توکل که قبلا داشتم چیکار میکنم؟ رایت کلیک میکنم یه کد بهش میدم شد دوتا. ببینید اینجا دیگه توکل تکرار شد، وزنش بیشتر شد. ببینید دوباره تاکید کرده توکل. فرد مورد نظر ما در ایران یه فردی بوده که خدا رو همیشه آزار و ناظر میده، در جمله دوم در خط دوم دوباره گفته که امیدم به خدا، یعنی نشون میده که تفکرش اینجا دوباره تکرار کرده اون چیزی که در ذهنش هست رو بیان کرده. در من اول مصاحبه بدون اینکه حالا یه سوال کرده مصاحبه گرمون در اینجا گفته که چجوری از خودتون مراقبت میکنید. خب ادامه میدیم. از همون موقع به من گفتن دیگه گوش نخور، پس حالا رژیم غذاییه که اینا تو بس خود مراقبتی بیماران پیوندی مهمه، یعنی عدم مصرف گوشت یا مثلا اینجا خود مراقبتی به من گفتن دیگه گوش نخور. اینجا یه کدی بهش میدیم، یه مقدار اینجا متفاوت کد میدم که در جریان باشید. نیو کد مراقبت خود مراقبتی یکی از جنبه‌هاش تغذیه است، این به این اشاره کرده میگیم رعایت اصول تغذیه یکم انتظاری تر، حالا مثل خودش نمیشیم رعایت اصول ما میخوام خود مراقبتی رو بر اساس ما با یه حالت براکتین وارد این مصاحبه شدم و بحث حالا گوش نخوردن مراقبت
سایت اصول تغذیه رو بهش کد میدم، اضافه شد 6 تا کد شد کدام. توی این چند ساله اصلا کباب نخوردم، جوری شده که بوشم به هم میخوره بعدم میاد. کباب نخورده یعنی نشون میده که بحث تغذیه نخوردن مثلا پروتئین ها کم مصرف کرده. دوباره میام تو بحث رایتی طول تغذیه چیکار میکنم، یه کد دیگه بهش میدم. تو دو تا رو اینجا رایتی طول تغذیه رو باز تاکید کرد خود پارتیسیپنتمون. جوری شده که بوشم به مخه بعدم میاد، مثلا وقتی یه ذره آب خورش دیگه میخورم باز بوش دوباره زیادش کمتره و میام. ببین دوباره بحث اصول تغذیه رایتی طول تغذیه ببینید اینجا خیلی هایلایت شد، یعنی نشون میده بحث توکل هایلایت شد، بحث تغذیه باز بیشتر اینجا که گوشت مرغ حالا گفته که چه چیزی می‌خورم. و همونی که کنم می‌خورم بعد از معاون هم دفع پروتئین نداشتم، میگه من رعایت کردم اصول تغذیه دفع پروتئین نداشتم. این دفع پروتئین رو دوباره تکرار کرد، دوباره من هایلایتش میکنم میام رو بحث. ببینید اینجا اون درک رو میخوام بگم بهتون، یعنی دفع پروتئین رو میارم الان روی درک میکنم رو پروتئین روی ببینید اومد اضافه شد. این درک رو گفتیم چند روش کده، گفتیم کلاسیکال، درگ، این میوه و اینا رو داریم تمرین بکنیم. ضمن این که ما ببینید تا الان 9 تا کد دادیم، مثلا 3 خط خوندیم 9 تا کد اضافه شد. شما هم عزیزان میتونید این کار رو انجام بدید یا در مسیرش رو تمرین کنید در کامپیوتر خودتون. پروتئین گیاهی سعی میکنم بعد مصرف پروتئین گیاهی بازونید بحث تغذیه اینجا چقدر داره پررنگ میشه و بازم درگش میکنم با اون روش قبلی نمیبرم. بس پروتئینوری نرم میارم به بس رایتی اصول تغذیه. تغذیه همون 4 تا کد شد. باز برمیگردیم با اون حرفی که اول زدم، یعنی هدف مطالعه چیه؟ خود مراقبتی در بیماران پیوند کلی. اینو ذهنم هست که من راه رو به خطا نرم، یعنی چیزای غیر مربوط اگه جواب داده یا من سوال غیر مربوط کردم ازش بگذرم. ولی نه، اون چیزی که الان گفته میبینیم که این پژوهشگر ما سوال خوبی کرده و پژوهش شونده یا پارتیسیپنت ما سوال جوابی خوبی داده، خود مراقبتی رو گفته. باز اینجا تاکید میکنم اینجایی که الان من روش کرسه رو گرفتم، ببینید این کدا همش سخت شد. سعی میکنم کم بخورم، باز ببینید بحث تغذیه کمخوری مثلا، باز اینم میاریم کمخوری بمونیم با اینم درگ میکنم که دست شما هم چلا عادت کنه. این کار رو اینجور پنج تا کد، اگه میخوای زنده بمونی دوباره به نمید به دیالیز برگردی، دور گوشت رو خط بکشید. باز تاکید رو تغذیه، برای که تو به تغذیه شد 6 تا. ببینید برگشت به دیالیز یک دغدغه دیگرشه. اگه دقت کنید اونجا پس زدن پیوند بود، اینجا برگشت به دیالیز یه دغدغه‌ای که در ذهن این پارتیسیپنتمون بوده. برگشتن به دوره دیالیز، میام اینو هایلایت میکنم، میام تو کد سیستم چیکار میکنم، نیو کد رو میزنم. اینجا دیگه چی مینویسم؟ مینویسم برگشت به دیالیز یا همون برگشت به دیالیز یا برگشت به دیالیز رو تایپ میکنم. ممکن اینه تغییر پیدا کنه، قابل تغییر هست، حالا توضیح میدیم. اوکی میکنم اینجا، بعد رایت کلیک میکنم و کد میدم. شد 13 تا کد. دور گوشت و خط بکش که گفتیم به اصلا تغذیه بود. من این که با این که از اولش هم فشار خونم نرمال بود، ولی بازم از همان زمان دیاری نمک از غذا حذف کردم. این پارتیسیپنتمون همین که خود مراقبتی رو شنیده خیلی رو بحث رژیم غذایی نشون میده که حساسیت داره. دوباره میگیم که اصول تغذیه شد 7 تا. یه نکته مهم که مادر بزرگم همیشه میگفت این بود که خودم همیشه گرم نگه دارم، محافظت از خودش با گرم نگه داشت، مثلا سرما نخورم. گرما برای بدن خیلی مفیده. گرم نگه داشتن یکی دیگر از روش خود مراقبتی گرم نگه داشتنه. من این قسمت همیشه گرم نگه داشتن هایلایت میکنم، بعد میام به کد سیستم یکی دیگه از تکنیک خود مراقبتی. پس نیوکو گرم نگه داشتن از دیدگاه این پارتیسیپنت بود که چجوری خودش رو گرم نگه میداره. گرم نگه داشتن کد میدم و دوباره روش رایت کلیک میکنم و کد رو میزنم. شد 15 تا. گرم برای بدن خیلی مفیده. جوانای الان رعایت نمی کنن، همیشه کمرشون بیرونه
سرما آقایون میبینیم خم میشن نصف کمرشون بیرون میزن بیرون و بعد میگن که چرا اومد نارسه کلی زیاد شده این پارتیسپنت ما حالا گفته که سرما خوردگیه مثلا علت آدم خیلی کلی از دیدگاه خودش ولی من همیشه یه شال پشمی تو زمستونم میبندم دور کمرم تا بستونم اصلا کولر بچمن نمی کنم خود مراقبتی ها رو گفته یعنی چجوری فضا رو فراهم میکنه یعنی میتونیم بگیم که رعایت گرم نگه داشتن اجتناب از سرماخوردگی مثلا اینو میتونیم بگیم به عنوان یک کد باز اجتناب از سرماخوردگی به عنوان خود مراقبتی ببینید من اگه اون خود مراقبتی رو تو ذهنم نباشه راه رو گم میکنم نمیتونم کد مناسب بدم پس اون داستانی که گفتم من دوباره تاکید میکنم که اون بحث خود مراقبتی رو حتما باید مد نظر ما باشه که ما و چه اساسی کد دی باید بکنیم بر اساس هدف پژوهشمون بر اساس سوال پژوهشمون پس گرم نگر پیشگیری از سرماخوردگی شد پیشگیری از سرماخوردگی پیشگیری از سرماخوردگی اوکی میزنم و دوباره بهش کد میدم میخوام یکم کدام زیاد بشه که ادامه کار رو یه مقدار بتونم بهتر خدمت دوستان بگم الان که هوا سرده صبح شما میره ماشین رو روشن میکنه بعد که من یه ماشین گرم میشه سوار میشه به جز شال همیشه دو تا شلوار میپوشم طریقه پوشش یکی دیگر از روش خود مراقبتی گفت حالا شال و کلاه رو نمیدونم شلوار دو تا بعد این صحبت ها چون میده که پوششش هم اهمیت میده در زمینه خود مراقبتی که بیمار پیوندی باید از نظر این پارتیسیپنتمون اینه که تاکید داره رو پوشش میایم باز رو کد سیستم نیوکد خود مراقبتی پوشش مناسب یا رعایت پوشش مناسب رعایت پوشش مناسب پوشش مناسب خب این هم مامان کد داریم اضافه شد بعد کد هم میدم به اصول نره کد و شد تیپ سهتر کنم خودم امتحان کنم وقتی کلیه خوب گرم نگه میدارم خوب کار میکنه شبا دوباره بیدار میشم میرم دستوی این نشون خوبیه یعنی دفع ادرار داره بعد نشون میده یه مقدار تو بحث خود مراقبتی اکسپرس شده وارد شده به اصطلاح به این شکل مثلا خیلی حواسش به دیورزش هست وقتی میگه دیورز خوبی دارم میگه نشونه خوبیه پس میتونیم این رو به عنوان یک کد که توجه به نشانه ها و علائم یکی از روش های خود مراقبتی ببینید همش اون بک‌گراند خود مراقبتی باید باشه که من بتونم این رو کد بدم اون بک‌گراند رو اگه من فراموش کنم کد این سمت و سو پیدا نمی کنه و این بود گفتیم تفکر انتزاعی باید خود محقق یعنی من میتونستم از همه اینا رد شم هیچ کدی هم ندم ولی وقتی هدف من مشخصه که بحث خود مراقبتی در بیماران پیوند کلی هست و این پارتیسیپنت من وقتی بهش سوال کردم یا پژوهشگر ما بهش سوال کرده که چجوری از خودت مراقبت میکنی داره این موارد رو میگه بر این مبنا و بر اساس این بیسه که من میتونم این کدهی رو انجام بدم پس گفتیم که کد جدیدی که حالا میگیم نیو کد توجه به علائم یعنی یکی از روش خود مراقبتی اینه که علائم بدنش توجه داره توجه به علائم توجه داره هیچده تا کد یعنی اینکه کلیان داره خوب کار میکنه همش مراقبه هم که سرما نخواد تکراره سرما نخوردم تکراره من دوباره اینو هایلایت میکنم میام تو بحث پیشگیری از سرما خوردگی درگش میکنم روی سرما خوردگی پیشگیری از سرما خوردگی شد دوتا یعنی در کل شد 19 چرا ما برام خیلی مهمه که سرما نخوردم باید دونه تاکید بشه رو سرما نخوردم دوباره درگش میکنم رو سرما خوردگی یعنی پیشگیری از سرما خوردگی یعنی سرما خوردگی رو سه بار دوباره تا میبینم یکی سرما میخوره من رامو کرد تا میبینم که یکی سرما خوره من رامو کرد میکنم اونها حالا کووید هم نبوده این بنده خدا حواسش بوده ببینید سرما خوردگی رو خیلی بهش توجه داره و میاریم به بحث پیشگیری سرما خوردگی وزنش زیاد شد بعد تغذیه شد سرما خوردگی تغذیهش 7 تا اینجا کد خورد تا همینجا مثلا 4 5 5 6 قد خوردی سرما خوردگی 4 تا وزن گرفت به اصطلاح پروتئینی 2 تا و توکل به خدا 2 تا حالا ملاحظه میکنید من یه مقدار میخوام بیشتر بشه این کدا که
اون تغییراتی که میخوام بدم برای رسیدن به یه تم، برای دستبندیش، بتونم به شکل عملی اجرا کنم. از اونوری میرم تو خونه، وقتی مجرد بودم خانواده خودشون رعایت میکردن، الان همسرم خیلی حواسش هست که به وقت که یه وقت مریضیش به من منتقل نشه. اینجا بحث خود مراقبتی یک مورد رو اشاره کرده، یه حامی رو اشاره کرده و حامی خانوادگی رو یعنی اینکه افرادی هستن که کمکش کنن. همکاریت بگیتن کجا بودیم نمیدن بله گفتیم حامی و کمک خانواده. پس اینجا یکی از چیزایی که بحث خود مراقبتی میتونیم بهش اشاره کنیم بحث حمایت خانواده است. میگه موقعی که مجرد بودم پدر مادرم برادر خواهرم رعایت میکردن، الان که متأهل شدم شوهرم رعایت میکنه که سرماخوردگیشو به من منتقل نکنه. حمایت خانواده یکی از روشهایی که این پارتیسیپنت ما در راستای خود مراقبتی بهش اشاره کرده، یعنی علاوه بر اینکه خودش مراقبه است، خانواده هم حواسشون، حواس خانواده هم بشه. حمایت خانواده میتونیم بگیم کد بدیم نیوکو حمایت خانواده. حمایت خانواده خب این حمایت خانواده رو اضافه میکنیم و کد لازم رو میگیم 22 تا کد. البته فقط سرماخوردگی نیست، ما چون بدنمون ضعیف‌تر از آدمای سالمه می‌دونید به یک خودآگاهی هم رسیده که ضعیف‌تره، سیستم ایمنیش مثل آدمای عادی نیست. حالا هنوز نگفته مثلا داروهای حساب ایمونوساپرسیو مثلا مصرف می‌کنه، اینا چیز نگفته، ولی خب خودش تو ذهنش هست، یعنی بدنش ضعیف‌تره. خودآگاهی می‌تونیم اینو بامونه کد بدیم که یکی از روش های خود مراقبتی خودآگاهیه که بدونه که ضعیفتره. خودآگاهی یکی از روش های خود مراقبتیه. خودآگاهی این خودش آگاهست که مثل آدم سالم نیست، مثل آدم معمولی نیست، و این امر خوبیه که این پارتیسیپنت ما راجع به خود مراقبتی ازش داشته، از خودش داشته. هر مریضی برامون خطرناکه. من مثلا خیلی حواسم هست که جایی میرم با کسی دست ندم، بوسی نکنم، همیشه از پدای آنتی باکتریال تو کیف دارم و همیشه دستامو ضد عفونی میکنم. گفتم این داستان با توجه که من در جایی هستم قبل از کووید بوده، همیشه قبل از اینکه چیزی بخورم دستامو میشورم. ببینید نظافت شخصی مثلا یکی از روش خود مراقبتی از این چند تا حالا آیتمی که گفته دست شستن و پد نمیدونم دفنی کننده همراهش هست. میتونیم بگیم که مثلا یک کدی که حالا بهش میدیم میتونیم در زمین خود مراقبتی نظافت شخصی مثلا یا نظافت عمومی، حالا گفته مثلا درس نده، روزی نکنه، نظافت صحبتی که این پارتیسیپنت محترم هم گفته کد شد بسیار کن. محل کارم حتی تو خونه از این محله ضد عفونی کننده که بیمارستان هست منم گذاشتم از بیرون که میام ببینم، باز دوباره رعایت نظافت رو اینجا دوباره میتونیم از این استخراج کنیم، اینا دیگه درک میکنیم روی رعایت نظافت عمومی یه همون راستایه. از بیرون که میام تو خونه مرتب دستام رو ضد عفونی میکنم، باز ببینید حساس، باز اینم درک میکنیم روی نظافت عمومی دیگه راحت شد. اینجا همکارم هم یاد گرفتن که نزدیک من یعنی خودشون مراقبت کنن، یعنی خیلی نزدیکش نشن. همسرم دیگه عادت کرده انقدر بعضی وقتا دستامو میشورم که پوستم خوش میشه. مثلا درباره دالایین خود مراقبتی میتونم این نظافت زیاد میتونه حالا خشکی دست اینا بشه. تو اداره خیلی ارتباط به خود مراقبتی نداره ازش رد میشه. تو اداره همکارایی که میدونن هیچی هم هیچی، اونایی که نمیدونن خودم بهشون میگم زیاد به من نزدیک نشن. این رو خودش تبلیغات میکنه، اون خودآگاهیش اینجا میتونیم به عنوان باز خودآگاهی رو اضافه کنیم به کد، که خودآگاهیش حتی در خصوص خودش هست و این خودآگاهی رو انتقال هم میده که من مثلا حالا گفته مخصوصا الان دیگه بخاطر کارتون بله لپام مفته توپول شده
عوارض آلا کورتون هم بلد بوده دیگه. منم بله خودشون، من نگم خودشون هم میفهمن جدیدن یکم کراتینی هم زیاد شده. ببینید این علائمی که گفتیم، حجم ادرار رو اونجا میگفت، کراتینی اینجا اضافه میکنیم که یکی دیگر از روش خود مراقبتی چی بود؟ بحث توجه به علائم بود. اگر دقت کنید میگردیم بین کدام اون، این چیزی که شما باید انجام بدید، توجه به علائم. کراتینین رو که گفته میاریم روی توجه به علائم اینجا اضافه میکنیم، یک کنید جدید بشه نمیتونی قبلا دادیم اضافه شد. ببینید شد 28 را بود. من این پاراگراف رو تمام میکنم ادامه میدیم. الان دکتر هم دوست دارم کارتون رو زیاد کرده، یه دومای اینجور هم خیلی حواسم هست به مشکلی برم پیش نرم. حسم میگه که یه روز اول پیوند نوکلیر نباید به کسی تماس نزدیک داشته باشم. خودم الان ماسک میزنم، اون رایت نزد شخصی کارتون هم تا کارتون هم کمتر میشه برم ماسک زدن، باز ماسک زدن رو توی رایت نزافت عمومی اضافه میکنم. تا حالا این پاراگراف رو که حالا مددمون پژوهشگرمون پرسیده بود که چجوری از خود مراقبت کنی، ایشون اینا رو توضیح داده بود، خیلی هم خوب توضیح داده بود و خیلی هم خودآگاه بود تو بحث خود مراقبت اینا رو گفت. ببینید اینجا باز پژوهشگرمون پرسیده به جز این مواردی که گفتی دیگه چجوری مراقبت خودت بودی، یعنی شما میگین پژوهشگرمون قرار به الرتی بوده که نخواسته، خواسته بیشتر به اصطلاح پروبینگ اینجا دیگه چیکار می‌کنی، سوال پروبین پرسیده و سوال به جایی هم پرسیده و حالا مددیمون هم که پیوندی بوده اونا رو جواب بده. خب طریقه کدهی رو من با این مثالی که خیلی هم روش تاکید کردیم، این فرایند رو به انواع روشهایی که حالا کد میشه داد رو خدمت شما گفتم. یه روش دیگه هم هست برای کدهی که من اون روش هم تکرار رو تمرین کنم. بحث حالا کورتون تراپی اینجا گفته دارو درمانی، من نمیدونم چیزی به کدی به نام کورتون تراپی رو دارم. اینجا دوباره گفته کورتون، این دوز کورتون رو ببینید، من میخوام اون روش دیگر کدی رو تکرار کنم. اینجا دیگه دوز کورتون رو نمیکشم، درک نمیکنم به کورتون، کورتون تراپی رو میخوام بکشم روش. اینم یک کد اضافه، ببینید یعنی یک کد این اضافه میشه یا نه، کورتون تراپی شد دوز. پس اینم یه روش برعکسش بود، یعنی متن که مشخص شد کد رو درک کردم روش و این شد سی تا کد. اینم بازی روش دیگر کد دیگه. پس این روش های مختلف هست که با هم مرور کردیم و گفتیم خدمت شما و این گرفت حالا به این شکل حالا شکل گرفته تا ادامه کار خدمت عزیزان من میگم. خب تا اینجا کار ما چیا رو گفتیم؟ فایل مکس رو، طریق نرم افزار مکس رو داریم خدمت دوستان میگیم، اینکه چه جوری مصوبه رو بیاریم بنشونیم، مصوبه رو بخونیم و کد‌دهی کنیم. حالا به چه شکل کد‌دهی کنیم؟ گفتیم که روند و جریان به این صورته که در روش کد‌دهی ما متن رو می‌خونیم، حتما حواسمون به سوال پژوهش و هدف پژوهش هست و با بک‌گراندی که از سوال پژوهش و هدف پژوهش داریم میایم کد‌دهی رو انجام میدیم. انواع روش کد‌دهی رو با ذکر مثال اینجا خدمت شما گفتیم. بریم در اون زمینه ادامه بس که حالا اینا چه استفاده هایی داره و چه به چه شکل میتونیم از اینا استفاده کنیم. باز تأکید میکنم این یک نرم افزاریه که میتونه تفکر انتزاعی شما رو پیاده کنه و اجرا کنه. خودش گفتیم این قابلیت رو نداره که مثلا این توقع نیست از این افزار که این نرم افزار که بتونه این کار رو انجام بده. فعلا اون چیزایی که حالا ما گفتیم، یعنی تا اینجا مثلا یه پاراگراف حالا عرض کنیم مثلا یه مصاحبه به طور کامل کدهی شد، 30 تا کد ازش استخراج کردیم. حالا بریم ادامه بحث رو. ادامه بس با میمو مد به نظرمون هست. خب بحث میمو رو حالا من اشاره کردم اونجایی که حالا کدگیری کرده بودیم که همون پنجره، حالا اگه بخواییم شماره بدیم پنجره 1 2 3 4
یکمون داکیومنت بود، دومون متن مصاحبه بود، سهمون کده، چهارمون بازخوانی کده. حالا در بخش دو یا خونه پنجره دوم ما بعضی کده میکردیم. دست چپش اگه ملاحظه کردیم من یک کروشه باز میشد که وسط کروشه رو باز میکردم میمو میداد. حالا روش دیگر میمو هم هست. میمو یعنی این که پژوهشگر ضمن این که کد رو مینویسه به این قضیه هم توجه داره که من چجوری میتونم از همین الان مثلا آنالیز رو شروع کنم. Constant Comparative Analysis یکی از اصولیه که در مثلا گراند تئوری مد نظر هست. یعنی محقق از همون ابتدا که شروع مصاحبه و کد دهی میکنه از همون ابتدا هم چیکار میکنه؟ از همون ابتدا آنالیز مد نظرش هست. از این جهت میمو هم میتونه بهش اضافه کنه، یعنی یه چیزایی که یاد داشته که بعداً میتونه ازش استفاده کنه. دست نوشته است به اصطلاح. استفاده از دست نوشته به عنوان ابزاری برای بیان توضیحات، تدوین فرضیه و تئوری‌ها توضیح داده میشه. دست نوشته مطابق فایل متنیه، اون چیزی که پژوهشگر اضافه میکنه. دست نوشته به عنوان یافته‌های استخراج شده که از تفسیر و استنباط محقق، محقق گفتیم چیزی بهش اضافه میکنه. دست نوشته از اهمیته در تکامل تئوری، مثلا در گراند تئوری همچنین ممکن است محتوایی متفاوت باشد. اون چیزی که بله گفتیم پژوهشگر بهش میرسه از کدها. مثلا حالا برمیگردیم به اون مثال بیشتر فروز میگیم، مثلا اونجا بگیم که غالبترین روش مثلا خود مراقبتی در بیماران کنار مثلا کد حالا تغذیه، میگیم که مهمترین عامل از نظر این پارتیسیپنت چی بوده؟ تغذیه بوده. حالا شما تصور کنید که بشه 5 تا مصاحبه و بعد این کدا رو ببینید چجوری دیگه ما رو میرسونن به اون هدفی که مد نظر هست. الان یه مصاحبه است، شما 2 تا مصاحبه شده، 3 تا مصاحبه، 4 تا مصاحبه، همونجوری که سوا شد 10 تا مصاحبه شد، با نگاه به این کدها و این تم ها دسته ها پی میبریم که چه چیزی رو مثلا چه چیزی بولتر شده، چه چیزی رو پارتیسیپنتامون بیشتر گفتن یا بیشتر تجربه کردن با بسته به نوع تجربه شده. استفاده از میمو در هر قسمت سودمنده. برای مثال ممکنه توضیحات ضروری درباره محیط مصاحبه و اتفاقا خاص هر مصاحبه توضیحات ضروری در خصوص یک قسمت متن یا کد در فایل میمو ذخیره بشه که حالا گفتم خدمت عزیزان. در ادامه الحاق دست نوشته به هر یک شرط داریم ان شاء الله این که به چه شکلی استفاده کنیم. در پنجره داکیومنت سیستم که مثالش رو ما تست کردیم اونجا هم توضیحش هست. داکیومنت سیستم یا همون پنجره دوم به اصطلاح یه شماره گذاری قراردادی کردیم 1 2 3 4. در پنجره داکیومنت سیستم یا پنجره دوممون دست راست بالا با کلیک راست برای هر یک از فایل‌ها مصاحبه گزینه میمو رو انتخاب می‌کنیم و در جدول محاوره‌ای مربوط به توضیحات خود رو درج می‌کنیم. حالا انجام دادیم اون رو، مثلا گفته به طور میاد مثلا حالا مثالی که زده حالا گفته آیکون تی رو مثلا فعال کنید به معنی تئوری، مثلا به معنی تئوری میرسونه و یا این مثلا متدولوژی بیشتر مربوط به متدولوژی فعال میشه. اینجا میگفتم دیگه بسیار حالت بجوش داره که مثلا چند کار مورد بررسی که حالا داریم خدمت شما میگیم خود مراقبتی در بیمار فیبند کلیه، مثلا بگیم بیشتر دارو درمانی مد نظرشه، نظافت مد نظرشه، نمیدونم خود مراقبتی در زمینه حفاظتی مد نظرشه، یه وقت از در زمینه مثلا دارویی مد نظرشه. میتونیم به شکل قراردادی دی رو مثلا دراگ و دی بدیم بعضی از حالا معمار کدها رو بعضی از طبقات رو. یه سری خدمت شما هست شد که پیش داشته های ذهنی پژوهشگر رو میتونه در معمار مثلا برای خودش یه سری اصولی رو حالا به شکل قراردادی بگه و این رو انجام بده. حالا بسته به خود پژوهشگر داره که چه استفاده ای از این بکنه و هدف دادن مصاحبه و حالا دست نوشته ها چی باشه. این قابلیت رو این سیستم داره که بهش کمک کنه که این تقسیم بندی رو زمین الان انجام بده. حالا چجوری باز میشه اینا؟ حالا میمو رو اینجا آدم آنالیز میفرمایید، ما دوباره میریم دقیقا اینا تست میکنیم که حالا میمو وقتی باز شد در کنار یک دسته از کدها یا یک کد میتونید اینجا یه سری چیزایی رو تایپ کنید بنویسید که حالا ما چیزایی که گفتیم مثلا به تئوری پردازی کمک میکنه
که مثلا حالا تقسیم مندیش مثلا به چه شکله، دستای اصلیش به چه شکله، این رو میتونید به عنوان نمو مثلا اضافه کنید و این یکی از قابلیت های این نرم افزار. برای تخصیص دست نوشته به یک قسمت از متن آن رو با استفاده از موس مارک کنید، سپس کلیک راست. آها، میتونیم تو طول متن این کار رو انجام بدیم در بنه دو داکیومنت سیستم. این متن رو هایلایت کنیم. چجوری میمونیم کد تایم میکنیم؟ رایت کلیک میمونیم نمو انتخاب میکنیم. حالا اینو من تا تمرین میگم. پنجره ماهوی رو ترکیم و این نمونه قابل خوندنه. که اینجا گفته مثلا این متن رو انتخاب کردیم. آیکون مربوط به نمو رو حالا نمو سیستم رو فعال کرده و اینجا پژوهشگر ما نمو رو اضافه کرد. من این چند تا آیتمی که گفتم بر بحث تقسیم بندی رو و آنالیز کد رو میرم رو خود مکس خدمت عزیزان میگم. خب بحث نمو رو مثلا همین بحث کوانتوم تراپی رو رایت کلیک کنید، ایزان نمو رو فعال میکنیم. نمت خب بشه و نیو میمو این مت رو مثلا من خوندم، یه دستنویسی مثلا میگم که بیشتر روش حفاظتی خودآگاهی رو تاکید داشته. یکی از اصول مثلا خود مراقبت خودآگاهی تاکید بر، من می نویسم من یاد داشت برای خودم، تاکید بر خودآگاهی دومان این نمو هست اینجا بگو شد بالا میتونم بسنم بشت ورد بدم، رنگ بدم، همون چیزی که قبلا صحبت کردیم و سبتش کنم سیف داره بگه نمو نمو یک هست میشه و اگر مثلا توی دمان نمو یک در دستاپ هم سیف میشه، بعدا گارد دستاپ میشه این هست، این باشه سیف میشه. نمو یک، نمو دو، دمان نمو یک خواهی سفت کرد. پس این طریق نمو رو که ندوستان میخواد جای دیگه هم مثلا تو نمو هم میتونیم نمو بدیم. مثلا همین کد سیستم رو که شما ملاحظه فرمایید، مثلا ببینید پرشمارترین روش خود مراقبتی چی بوده مثلا برای توی تغذیه. اینجا رایت کلیک میکنیم، باز نمو رو باز میکنیم، کد نمو میبینیم که مهمترین از پارتیسپنت مهمترین عامل هست. خب کانتر نامه سیدش میکنیم به واسطه میشه که خواستید که بخواید بهش آدرس میدیم یا نه اصلا همینجا من کنار این اصول تغذیه من روش کلیک میکنم میگه کانتر نامه مثلا این نمو هست به مقابل هست هم هست. من مثلا حالا ازش استفاده کردم میخوام هست بشم دیلیت کد رو نمیدونم دیلیت نمو رو دیلیت نمو رو وقتی بخوام انجام بدم میرم باز میکنم نمو باز میشه و من دیلیتش بیتش میکنم و حالا مورد متنش حالا اینجا نقدر تو فهمید که نمو هست شد. پس نمو به عنوان گفتیم کمک کاره برای دست نوشته یا یه سری چیزایی که پژوهشگر میخواد اضافه کنه یا کامنت بذاره یا نه مثلا شما این کد رو میفرستید برای استاد محترم راهنماتون، برای همکارتون بود کار تحقیقاتی، همکارتون میخونه و کامنتاش رو به شکل نمو اینجا اضافه میکنه. این قابلیت رو هم داره، نمیخواد مثلا خودتون رو تغییر بده، میخواد خودتون بیشتر به جریان قرار بگیرید و اون تغییرات مثلا استاد راهنما میتونه پس کامنتاش رو تحت عنوان نمو براتون بذاره و شما این کار رو انجام بدید. خب یک دو سه پس الان خونه یک گفتیم چه خاصیتی داره، خونه دو گفتیم چه کارهایی انجام میده و چه خاصیتی داره، خونه سه. حالا این خونه سه میبینید کد سیستم کدها رو داره. یکی از توصیه‌های علمای حالا مصاحبه کننده علمای مصاحبه اینه که بیایید به شما وقتی یه مصاحبه رو انجام دادید حتما تعیین تکلیف کنید، کانستنت کامپاراتیو آنالیزیس دیگه همون بحثی که در اصول
کدهی و آنالیز داده کیفی خصوصا گرندت هست این که بیایی تعیین تکلیف کنیم. ما الان 30 تا کد داریم، حالا مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یاده بودن 10 الی 12 طبقه ایجاد شده یا زیر طبقه ایجاد شده، حالا قراردادی اینا دیگه زیر طبقه ایجاد شده و 30 تا کد هم داریم. یعنی همون اول که ما داشتیم انجام میدادیم اینا رو یه مقدار آنالیز کردیم. یعنی مثلا بعد این اضافه رو گفتیم 4 بار تکرار شد دیگه، ننوشیم 4 بار، همون عدد 4 بهش دادیم. یه مقدار پس همون اول کانستنت کامپارتیو آنالیزیس بوده تو کارم، مثلا تغذیه باز به همین شکل. یه نگاهی ما گفتیم که این ابزار ما کمک میکنه که چجوری ما اون تفکراتمون رو پیاده سازی کنیم، کمک میکنه به پژوهشگر. حالا میخوام ما تو بحث خود مراقبتی یه نگاهی بندازیم. شاید حالا به ذهن من این به این شکل میاد، ممکنه شما اگه دستبندی کنید چون دیگه بعد دستبندی تیم پژوهش، حالا یکی از خصوصیات کار کیفی هم همینه دیگه، یکی از ایرادات حالا کار کیفی اینه که من به عنوان یه پژوهشگر مثلا این کار انجام میدم، آنالیز میکنم، ممکنه متفاوت بشه با پژوهشگر بررسی، ولی من باید برای هر کاری که انجام میدم توجیه داشته باشم. این اصولیه که ما هممون در جریان هستیم. حالا ببینید، من میخوام اینا رو توانی کنم، این 30 تا کد رو به اصطلاح یا این 10-12 طبقه رو یه مقدار ساده ترش کنم، یه مقدار اینا رو جمع و جور ترش کنم، میخوام یه جایی پرزنت کنم. به همین شکل خب پرزنت مناسبی نیست. حالا این زمانی میشه که مثلا 10 تا مصاحبه است، یه مصاحبه دیگری هست که حالا خیلی زیاده نمیشه مثلا کار کرد، باید اون رو رعایت کنیم. حالا من قبل از اینکه این کار رو انجام بدم یه متن دیگه میارم، چند تا کد بهش اضافه میکنم که یه مقدار کار واقعی تر بشه. میام تکرار همون کارهایی که قبلا کردیم، میام رو داکیومنت سیستم این کد رو میزنم، این کد داکیومنت، یه متن دیگه رو یادم آمده که مصاحبه هم شد نماشه، این متن رو میارم حالا اون آرتیکلی که قبلا آوردیم. فرض میکنیم این آرتیکل هم مصاحبه دوم مونه، و اگر حالا واقعی بود بهتر میتونستیم. حالا این رو روش کلیک میکنم که متن باز بشه. ببینید متن باز شد، مثلا فرض میکنیم اینا مصاحبه، مثلا گفته انگیزش بهتر بسید، حالا تلاش مستقلانه شیری متمنتی حل مسئله، مثلا حل مسئله یا نمیدونم نه باید اصلا یه مصاحبه باشه که من بتونم اون رو بیارم روی این کد سوار کنم، یعنی یه دو کد جدید ندم. اینجا ببینید من موان حالا تمرین صرفا نرداز محتوا، مثلا این آلفا ضریب آلفا کروم ماخ من حالا فرض میکنیم که رعایت اصول، این رو درگ میکنم رعایت اصول شد 8 رایت اصول بدم. حالا مصابه دوم میشود بعد بعد حالا در ویدیو بعدی سعی میکنیم به این شکل میشه میشود. طیف لیکیاتی طیف بعد 5 طبقه طیف لیکیاتی، حالا این هم سعی میکنیم مثلا اصول این اصول تردیو هست میداریم این دارو تردیو اینجا اضافه شده. یه نیاز نیست من با توجه محتوای واقعی تر میبود در راستای مصابه اول میبود بعد تر میتونست. حالا بحث این که ما چجوری فقط میخواستم این رو بگم که به چه شکل شما میکنید راحت انتخاب میکنید یا اینجوری که زمان میچونید باید که به علامه دست حالا آمد باشه صورت اصول متخصصین توجه به مثلا رازوایی. حالا بعد این چند تا کدام آمد رو خواستم که بعدم تو ریتری و از این کمک بگیرم. خب ما پس ببینید تو توانی کدها 32 تا کد داریم از مصاحبه‌های مختلف مثلا، و اینا چیزایی بودن که ما بهش رسیدیم: رعایت نظافت، خودآگاهی، حمایت خانواده، توجه به علائم، رعایت پوشش، پیشگیری از سرماخوردگی، گرم نگه داشتن، برگشت به دیالیز، رعایت اصول تغذیه، پس زدن پیوند، کارتون تراپی. خب مثلا این رو در چند جنبه الان میتونم تقسیم بندی کنم. حالا به نظر من مثلا یکی بحث رعایت ها بود، چه چیزی رو رعایت باید ها باید و نباید ها مثلا چی باشه، پس بگیم باید ها و نباید های خود مراقبتی.
فرداریه گفتم میتونه یه چیز دیگه بگیم. ببین من یه نیوکود میدارم به دیگه با مت کار ندارم، میخوام خود این رو آنالیز کنم، خود این رو میخوام تولی کنم. مینویسم که بایدها و نبایدها، بایدها و نبایدهای خود مراقبتی، دستورات، امر و نهی ها، نهایده خود مراقبتی، باید ها نوایده خود مراقبتی دامان یکو اومد میشه. خب این باید ها نوایده خود مراقبتی رو میخوام موارد مربوط به این رو بکشونم زیر اون، یعنی طبقات رو مشخص کنم، میام به خود باید ها نوایده یعنی نیو کود میزنم به خود کود دقیق بفهمه این که به چه شکل ما بخواییم توانگی کنیم. این رو حالا یک نیو کود بگیرم 11 سلام باید ها و نبایده خود مراقبتی. رعایت نظافت به باید ها نبایده میخواه. من میکشونم این ها به باید ها و نبایده ها. من بشتیم. این ها سر اومد بشتیم. تبقیم که چجوری ایجاد کنیم زیر طبقه و بقیه رو بیاریم در این طبقه اصلی جایی بگیم. طبقه زیر طبقه حالا بسن در جای مختلف مفهوم های مختلف داره. تم نمیدونم. ساخته. خودآگاهی، خودآگاهی جز باید و نباید ها نیست، حمایت خانواده نیست، توجه به علائم، پیشگیری از سرماخوردگی به عزیزان دقت کنید، جز باید ها و نباید ها میخوره بهش دیگه، میتونید بیاری اینجا و آمد نشست بدهید. بعد رعایت اصول تغذیه جز باید ها و نباید هاست، درگش میکنیم آمد اینجا نشست خدمت شما از شاید که بعد این باید و نباید ها تقریبا میبینید سه تا از طبقات ما اومد در طبقه باید و نباید خود مراقبتی نشست. اینه که منفیش رو ببندم این جمع شد. کنارش مثبته. دقت کنید. عزیزان دقت کنید. اینجا من فلش میبرم روی تو دقت کنید. اینجا مثبته. به محض اینکه روش کلیک کنم باز میشه. یعنی نشون میده شامل چه مواردی هست. که شامل سه تا مورد رعایت اصول تغذیه باید نماده رعایت نظافت رعایت اصول تغذیه پیشگیری از سرماخوردگی. این حالا تو هر کدوم از اینا میشه مثلا باز زیر طبقه بعدی ایجاد کنم همون روشی که گفتم رایت کلیک نیو کد مثلا یه عددی رو میتونیم یه کد باز میشه بقیه رو درگ میکنیم زیرا این کار رو قابل انجام مثلا این یه مقدار جمع‌تر شد تکلیف مشخص‌تر شد. پس باید نماده خودآگاهی حمایت خانواده توجه به علائم رعایت کوشش هم بله جزء باید نباید هاست. من چیکار میکنم؟ اینا بازش میکنم، درک میکنم در باید رابطه کوشش مناسب چیز باید و نباید هست. برگشت به دیالی پس زدن پیوند اینا رو به دوتایی که من نگاه میکنم عوارض عدم خود مراقبتی این بسته هم میشه مصرف که میدنم باید میشه میتونم یک کدی اینجا تعریف کنم، یک طبقه تعریف کنم تحت عنوان اگر خود مراقبتی انجام نشه چی میشه؟ نه پتیم اون که عوارض عدم خود مراقبتی نیو کد تحت عنوان عوارض بازونید همون نکته که گفتم ما باید هدف رو اینجا بدونیم خود مراقبتی در بیماران پیوند کلیه عوارض عدم خود مراقبتی در این بیماران رو به عنوان یک طبقه من اینجا دادم. عوارض عدم خود مراقبتی اوکی میدونم. عوارض عدم خود مراقبتی رو رفت بفرمایید تحت عنوان یک کد ایجاد شد. حالا اون روشی که باید گفتم یه نیو کد روش میزنم یه اندازه رو همجور میدم بعد یه اوکی میکنم یه طبقه ایجاد شد بقیه رو درک کردم اینو کار میکنم. خب عوارض عدم خود مراقبتی چی میشه؟ میتونه پس دادن پیوند باشه. ببینید دوستان اگر رو 11 رو گذاشتم اینجا اومد زیر طبقه 11 اگر بکشون از زیر خود مراقبتی اومد هم وزن 11 رو گذاشتم اینو دقت بکنید من 11 رو خاک میکنم دیلیت پس طبقه دیلیت کردن کد هم اونجا یاد گرفتید بگم میشه رینیم هم بگم شما حالا بعضی که تیم خود داریم رینیم هم دید که چجوری ما به این نتیجه میسیم مثلا یک کد داده اسمش عوض شد حالا من وارد میکنم انجام بدیم. پس عوارض عدم خود مراقبتی یکیش پس زدن پیونده، یکی دیگه میتونه برگشت به دیالیز میارم اینجا به خود مراقبتی میگم که هم وزن و
برگشته به دیالیز و این دیر گروش نشه. اگه بیارم با خود مثلا پس من برگشته به دیالیز میومد به پس از پیمان قرار میگرد. این هم میبنید. پس این عوارض عدم خود مراقبتی باید نوایده مراقبتی بیارید خداگاهی. دیگه برای خودم رو نگاه میکنم. خداگاهی بعد میگم که با خود مراقبتی حمایت خانواده توجه به علائم توجه به علائم و خداگاهی میتونه مثلا در یه راسته باشه گرم نگه داشتن نیده و نمایده بود حسنو نبود باید ببریمش یعنی همینجور تایی تکلیف کردن اکثر کدام گرم نگه داشتن جده باید و نمایده خود مراقبتیه من میام باید و نمایده رو باز میکنم گرم نگه داشتن رو برم در راسته بیانم این هم درست میکنم باید کسی به تغییر باید و نمایده این رو باید مناسب چیز کرد دیگه گرد کرد اگر به رعایت نظافت عمومی و رعایت خود مراقبتی در این هم راستا میشن و یک رو رعایت کشور هست این رعایت ها هست این همین که خدای نگاه میکنید این خدایی حمایت خانه توجه و علایه پروتون ترافی پروتینوری پروتینوری هم میتونیم تو عوارض بیاریم عوارض از خود مراقبتی ببینید باز تکلیف مشخص شد پروتئینوری را میاریم در عوارض خود مراقبتی عوارض عدم خود مراقبتی این هم باز این تکلیف شد خودآگاهی حمایت خانواده توجه به علائم ما گفتیم مثلا خودآگاهی و توجه به علائم چیزی که مربوط به خود فرده یعنی وابسته نیست خانواده مثلا از بیرون این بود یا توکل به خدا باز در خوده این سه تا یک وجه مشترک دارن خداگاهی توکل به خدا توجه به علائم میتونیم یک تبره با توجه به عوامل خود مراقبتی به عوامل مربوط به خود مثلا همچین چیز میتونیم بدیم نیوکو یعنی خود مراقبتی عوامل مربوط به خود عوامل مربوط به شخص همش عوض میشه روز آخر ممکن این عوض بشه عوامل مربوط یعنی من میتونم ممکنه ایراد من وارد باشه اینجوری نیست که مثلا دقیقاً بگم من بخاطر اینکه تمرین میخوام داشته باشیم اینا تیم پژوهش تیم تحقیق تصمیم میگیرن که چجوری با این کد ها حالا استاد محترم با ناس با شو انجام میده استاد محترم راهنما مشاوران محترم اینا با هم شو میکنن جلسه میذارن من این کد ها رو سازماندهی میکنن با هم مثلا میمونی که میذاره تمام مربوط به شخص تمام شخصی هستن چون سختش تمام شخصی عوامل بیرونی عوامل درونی هستن باز ببینید همش تغییر کرد عوامل درونی مراقب مراقبتی عوامل درونی حالا توی این عوامل درونی رو به دو شاخه بچه ایجاد میکنم نیوکود میزنم نیوکود ایجاد شد خدابایی عوامل تو خود یکی خدابایی عوامل درونی نیک دارم عوض میشه و توکل به خدا عوامل جای درونی رو خیلی میاریم ممکنه برنامه عوض بشه توجه به علائم مربوط به درونی مربوط به خود این فرد توجه به علائمش داره مثلا حجم ادرارش میزان کراتینینش سایر آزمایشاتش حال عمومیش توجه به خود بعد حمایت خانواده و کورتون تراپی خود مراقبتی میشونه میتونه شامل دارو درمانی هم باشه حالا این دوتا کد عیب نداره این ترتیب فقط ما سه تا ترم رسیدیم عوامل درونی عوارض عدم خود مراقبتی باید نمایده خود مراقبتی 19 تا مثلا خود اومد برای این دل این باید نمایده قرار گرفت 6 تا مربوط به عوامل درونی شد یکی هم مربوط مثلا 4 تا مربوط به عوارض عدم خود مراقبتی حالا اینا رو که بعدا دسته‌بندی می‌کنید می‌بینید که خیلی از با توجه به اون هدف خیلی تکلیف روشن شد این مسابقه بعدی میاد تو دل این میشه ممکنه رو تفاوت جایی ایجاد کنه اصلا با این خیلی راحت پی میبریم که به اشباع سچوریت رسیدیم یا نه وقتی ما این کد دی میکنیم وقتی طبقه جدید ایجاد نمیشه ما میگیم سچوریت چه دیگه این راحتی متوجه میشه اینم قابلیت دیگر این نرم افزاره که به راحتی به ما کمک میکنه که کی ما به دیتا سچوریشن رسیدیم و این دقیقاً مشخص میکنه پس به شکل مثال ما اومدیم گفتیم که به چه شکل ما دیتامون رو آنالیز کنیم کانسنت کامپاراتیو آنالیزیس یا چجوری تمندی کنیم چجوری اینا رو توانگی کنیم تا دقیقا مشخص بشه که ما به چه شکل حالا ببینید دو تا
کد مونده، مثلا کوتن تراپی با ضریب 2 مونده یا احمد خان این نداره، اینا رو کده بعدی که دیدیم تایید تکلیف میشه. یا مثلا یه بنده خدایی میگفت، یکی از دوستان تو آنالیز میگفت مثلا به پسمان کده سرگردان یا مثلا سرریز، سرریز نباید زیاد بشه چون که اعصاب خود کنه، اگر این خیلی زیاده پاکش کنید دیلیتش کنید، اگه نه میبینید که بعدن یه جای به کار میره نگاش بده. حالا به این شکل الان سه تا طبقه شد: عوامل درونی، عوامل عوارض عدم خود مراقبتی، بایگانواده خود مراقبتی. از این یه پاراگرافی که ما آنالیز کردیم بهش رسیدیم. دو تا کد حالا قبل استفاده هم داریم، ولی استفاده میتونم دارو درمانی، یکی در بشه دقت در دارو درمانی برم، چون که تعدادش کمه من نمیتونم کار خاصی روش انجام بدم، ولی اونا رو تونستم اصلا توانی کنم یا دستبندی کنم. حالا بحثی که حالا بود این بود که چجوری ما اسم کد رو عوض کنم. مثلا این کورتون تراپی رو میخوام دارو درمانی کنم، میام رو خود کور کلیک میکنم روی نیم میدونم دیگه به راحتی، مثلا به جای کورتون تراپی دارو درمانی، دارو درمانی و این کار انجام شد. مثلا حمایت خانواده، مثلا تمام حمایت باید نیم خیلی چیزا رو گفتیم ما. من برمیگردم به اون کار برگم ببینم چیزی فراموش نشه که بعد بریم تو خونه 4. پس شاکل اصلی تا اینجا اون کد سیستم بود، یعنی توانمندی دقیقا شما تصور کنید حالا این مسابقه رو انجام دارید، آنالیز کردید به اصول متنان راهنما و تیم پژوهش میدید، اونو نظر میدن، بعد میرم مسابقه بعدی رو انجام میدید، دارید سوار میشید. و گفتیم خیلی به راحتی این یه شاخصیه که به راحتی نشون میده ما چجوری آیا در مثلا مسابقه کیفی به اشتباه سچوریشن رسیدیم یا نه. بعد حالا در ادامه که مراجعه کنیم به کاربر، ببینیم چیزی فراموش نشد تا خونه 4 رو بدیم. بله، همون بحث Retrieving Coded Segment، بازیابی. این که شما مثلا 10 تا مسابقه داشتید کدی کردید، یه کدی مثلا حمایت که حالا اونجا هم داشتید، میخواید ببینید فورسش کجاست، چند نفر مثلا از مسابقه شونده هاون رو حمایت تاکید داشتید، رو دارو درمانی مثلا تاکید داشتید، رو عوارض تاکید داشتید. بازیابی کد ها، سورس کد ها کجاست. الان البته دو تا مسابقه بیشتر نیست راحته، ولی یه وقت از 20 تا مسابقه هست سخته دیگه. به راحتی شما مثلا یک کد میارید، حالا میگم به چه شکل شما سورسش رو پیدا میکنید. فرآیند پیدا کردن قسمت متن کد گذاشته قبلی و چیدن اون یک لیست نتایج به عنوان بازیابی متن به تریلینگ، یا اون بازیابی به سادگی قابل انجام شده است. برای هر متن پارچه سگمنت های متنی کد پارچه پنجره سگمنت ریتریو نشون دادم که برنامه فقط لازم است که متن و کد متن رو فعال، حالا میگم به چه شکل فعال کنید. اینجا حالا گفته که مثلا حالا اینجا به شکل حالا بیداری ببینید تا اونجا خودمون انجام بدیم. مثلا حالا ریتریو کرده، حالا میگه متن رو اکتیو میکنیم و کد مربوطه رو اکتیو میکنیم. اینجا گفته که حالا مربوط به اینترویو 3 مثلا خط 75 اون مصاحبه و حالا اون دیر شخاش هم گفته، یا مورد دوم مربوط به انترویو 3 باز خط 27 همش مربوط به دیستانس و مثلا به کال حالی من هم گفته و غیره شده. حالا این توضیحش هم به همین شکله. پس منوبار این خاصیت رو، این ببخشید رتریف سیگمنت این خاصیت رو داشت و یه خاصیت دیگه هم که روش کلیک کنید تعداد حالا هر مصاحبه میاد وقتی بهش ریتریف سگمنت رو حالا اوورویو حالا میگیم اوورویو ریتریف سگمنت رو وقتی بهش کلیک کنی اوورویو که من عزیز منوبارمونه میاد که مثلا شما اینترویو 2 تون شما 6 تا مثلا کد ازش گرفتی در آورد استخراج کردی، اینترویو 3 مثلا 21 کد استخراج کردی، اینترویو 3 راجبه حالا دیر شاخاشو گفته راجبه مثلا
در اینترویو 3 در خصوص مثلا سیمول تنوز رو یا نمیدونم کالدو کلوهات یا دیستنزینا چند تا کود حالا بگم این خاصیت این سیستمی که میتونه این وضعیت رو مرمان رو نشون بده. بحث اکسپورت گیری که من اجازه بزرش کنم که فراموش نکنم که بتون بگم. حالا برمیگردیم به خود مکس و این مورد خونه 4 رو که ریتریب سگمنت بود رو تکرار. خب پس یه خاصیت دیگه ای که حالا این نرم‌افزاره این پنجره رو میتونیم اینجا کوچیکه بزرگش کنیم، این شکل درد میکنیم و بزرگتر میشه چون که ما کار داریم کنیم. بالا هم به همین شکل میتونیم عریضترش کنیم و اون کد هایی که گفتیم به راحتی کد های اینجا هست اینجا رو تغییر کنیم رسمت کنیم دقیقا مشخص شد کنیم برای دوشت تغییر. حالا مثلا ما برمیگردیم مصور اول که واقعی تر هست میمونی که داریم اینجا هست مثلا این رو میمونی که کنی باز میشه و بعد نمیم دفتروشه ای که رسطش میمونی باز شد تکیز و خدابایی را اینجا میگه به این که این کد مثلا خدابایی رو بزنید میاد اینجا خدابایی جاش کجای در کد سیستم در چه متنیه و دقیقا من مشخصه. به این زمانی که گفتم خصوصا که تعداد مصاحبه زیاد بشه و عریضتر. خب میخواییم الان چی رو بگیم؟ الان میخواییم ریتریب سگمنت رو بگیم که چه شکل استفاده کنیم. خب میخواییم سورس کدامون رو پیدا کنیم، مثلا رعایت اصول تغذیه یا حالا یه مقدار جمع جورتر که خیلی شلوغ نشه بحث باید نوایت ها رعایت نظافت عمومی توجه به علم برای که اصول مثلا بزندم که این را بحثه بکنم. حالا بیتر نوری پس دوانه فیون بذاشتیم این هم نبود. خب نمال یک کلی بگنم که در حرف که مصابه بود گرم نگه داشتم پیشگیری از سرما خواب بگیر برای که اصول بوداره برای که اصول تقضیه رو بگنم شده میشه چایی نیست. خب ببینیم رایت اصول تغذیه رو میگیم اکتیو میکنیم. چون ما رایت کلیک میکنیم اکتیو رو میزنیم اکتیو ایکس رو فعال شدیم. بعد میگیم خود داکیومنت ها که باید داکیومنت رو ماشکه گردیم این هم اکتیو ایکس میکنیم. میگیم اینجا مشخص شد کدام میگه که این رایت اصول تغذیه از کجا منشأ گرفته. شما مخصوصا حالا وقتی سورسینگ رو پیدا کنید اگر بسیار زیاد باشه این ارزشمندتره. الان میگم رو خود این مصاحبه ببینید خود این کد، این کد میگه که حالا ما گفتیم مصاحبه دوم رو داخل کارگاه گرفتیم این خیلی مربوط نیست ببین اینجا مربوطه. از همون موقع به من گفتم برای اصول تغذیه یه گوشت نخورید. میتونید از همون متن مثلا کپی بگیرید بعدا توی مثلا کارنامه‌تون اصل یافته‌ها رو که تنظیم میکنید به همین کد پیست کنید به عنوان مثلا کد به عنوان مثال به عنوان تایید مثلا اون طبقاتون اینا استفاده هم داره. یا مثلا همین شکل هر کدوم از این کدا میگه که این مربوط به مصاحبه کارگاه 4 از خط 4ش گرفته شده مصاحبه 4 باید و نباید ها. اینا مثلا سرشاخه‌شو میگه زیر طبقه‌شو میگه از این صحبتایی که حالا دقیقاً وضعیت کد رو مشخص می‌کنه. اگه واضح ترم بشه میتونید این رو بزرگترش کنید و توضیح رو دقیقاً بده مثلا دور گوشت و خط بکش بنده خدا دور گوش رو خط کشیده زمان دیاری قضا رو حذف کردم. حالا اشفال و از این صحبت ها متن مشخص میشه. ببینید در خونه 2 اگه نگاه کنید در داکیومنت سیستم اومده به محض اینکه روی کلیک میکنه اونجا میاد و میتونیم از حالت حالا اکتیو خارج کنیم. مثلا این کد رو دی اکتیو میکنیم میریم نقطه های کد دیگه مثلا میریم برای که پوشش این از کجا بود رایت کلیک اکتیو میگه که این هم مصاله کارگاه مکس باید و نباید ها باید و اصول تغذیه باید و اصول پوشش باید و نباید ها یکیش پوششه باید یکیش تغذیه هست و متن هستش هم اینجا هست میگه استاد را مطمئن ها مصاله تونه بکنین و ببینه که ریلیتد هست یا نه و به شما را تذکر بده باید نمایی که اینجا مثلا اضافه بکنه. این هم از خصوصیات طبقه خونه 4 که حالا مراجعه فرمایید. ببینید من کلیت کار با
سیستم مکس رو خدمت عزیزان گفتم و یکیش کنم داکیومنت رو دیاکتیو میکنم اکتیویت آن رو دیاکتیو میدنم. ببینید کلیت کار این شد که این نرم افزار چه خصوصیتی داره، چجوری میتونه ما کمک کنه، نه تن قابلیت دیگه هم داره، مثلا اون وزندهی که خدمت شما گفتم یا بحث رنگ که خدمت شما گفتم، اینا قابلیت دیگهش که میتونه ما کمک کنه. و چیزی که حالا یادداشت کردم بحث مثلا همین قابلیت، یکی از قابلیتاش مثلا پرینت کده مثلا یا اکسپورت کد سیستم. شما میتونید به عنوان یک مثلا از کل کدهاتون میخواید مثلا برای استاد محترمانون یه مکس رو نفرست، فقط به کدهایی که شما بهش رسیدی شما دیگه نیاز نیست اینجا دوباره بنویسید، یه اکسپورت ببینید یه دونه من به من دارم مثلا دوباره برم پرینت میتونید بگیرید، میتونید اکسپورت کنید کل کد رو، کدها رو اکسپورت بگیرید به عنوان مثلا ویژوال کد نمو یک مثلا برای توی دسکتاپ میتونید تحت عنوان کد سیستم شما کار کنید، کل کداتون توی فایل ورد ذخیره نمیشه. من بخاطر اینکه سیستم در نرزه نمیرم، ولی این قابلیت رو داره که در یک فایل ورد با همون گرفتاری که شما اینجا دارید کلا باز شده میگه که حالا به چه صورت هست. و قابلیت های دیگه ای که باز میتونید از اینا از خود متن مثلا از اینجا اکسپورت داکیومنت بگیرید، یعنی شما وقتی یه بار تایپ کردید میتونید مثلا به شکل ورد دوباره از کل این هر کدوم از این مصرا اکسپورت بگیرید یا نمیدونم پرینت بگیرید، پرینت رو میزنید. قابلیت هایی که هر نرم افزاری داره و این نرم افزار هم استثناء از اون وضعیت ها نیست. تک تک این آیکون ها هر کدوم مثلا آندویناش فعال نیست، اون توی برژن جدیدش بکنم فعاله. پروژکتی که حالا همون اول گفتیم بحث حالا بکگراند رو بخواید به یک بکگراند بگیرید کپی بگیرید به اصطلاح این قصر داره. به پروژکت های مختلف رو چجوری مثلا فایل اسپیسیلز چند تا پروژه رو میتونید مرج کنید، اینجا هم قابلیت رو داره. بحث حالا اکسپورت رو گفتیم، بحث پرینت رو گفتیم، چنج یوزر حالا یوزر رو خیلی عوض کنید این قابلیت رو داره، ادیت رو باز ملاحظه فرمودید، خود داکیومنت ها بود که بیشتر رو فراخوانی داکیومنت کد ها هست، گلای نیو کد و فریکونسی کد رو یک کد روش کلیک میکنید مثلا فریکونسیش رو اینجا مثلا میبینید فریکونسی کد رو بهتون میده، نه دقیقا این رو ببینید فریکونسی انواع اقسام کدهی که مالا میش رسیدیم و بازشون بزرگش من سفر رو بزرگ کنید مثلا اول درونی سه تا نمیدونم توکل به خدا دو بار همه این رو داره. دید کلی بینه خیلی قابلیت داره، یعنی یک افزار نرم افزاریه که کلی به ما میتونه کمک کنه. اتریبیوت میمو ها رو بعد میمو ها مثلا بخواهید ببینید اون مای میمو مثلا مای کود میمو اونی که روی کود میدونید مای داکیومنت میمو اما اصلا میمو هایی ترجمه دادید اتریبیوت یا متعلقاتش رو از ایمپورت هست اکسپورت هست لیست آف اتریبیوت یا خصوصیتش رو بحث آنالیز هست تو حالا که هر کدام از این آیکون ها گفتم بحث بعد میمو اون چیزی که کاربردی بود رو بحث ویژوال شما اگر رنگ رو بدید میتونید مثلا یه ویژوال دیده دیداری یا یه ویو دیداری از کدها داشته باشید برای آنالیز کمک کارتون هست. ویندوز که حالا گفتیم پنجره که همون چهار تا خونه بود، دیکشنری مکس که حالا لنگوی زبون میشه که حالا تنظیم میشه و تولوارهای دیگه که حالا خودی داریم. پس ببینید عزیزان امروز بحث این بود که این نرم افزار مکس کیو دی ای که حالا برژنه مختلفش بکنم الان اخیراً 2023 هم هست چجوری میتونه مؤثر باشه در آنالیز دادای کیفی و مثال و توضیحاتی که دادیم حالا مشخص کردیم طریقه کار با اون رو گفتیم. حالا ترجیح میدادیم این کار حضوری باشه ولی خب حالا بیش از 100 نفر شرکت کردن و حضور با توجه به وضعیت کرونا امکان پذیر نبود و فکر کنم حالا با گیرنده‌هاتون لپتاپ‌هایی که داشتید این کار رو انجام دادید بهتر فکر کنم یاد گرفتید.
انشالله که مسلم سمر بوده باشه. حالا اگر سوالاتی بود خانم تو وفادار بگیر هستن، اگر حالا نیاز شد مجدد میتونیم تکمیلی این رو یا دوباره تکرار کنیم تا مورد تایید دوستان قرار بگیره. من خداحافظی میکنم از عزیزان شرکت کننده، در خدمت خانم دکتر وفادار هستیم. اگر موردی کامنتی دارن میشنویم. سلام مجدد خدمت همکاران گرامی، دانشجویان عزیزی که در جلسه حضور داشتید. مجدد از حضورتون قدردانی میکنم. ما جلسه امروز رو به پایان میرسونیم انشاءالله. اگر که فرصتی بود و حالا شرایط فراهم شد شاید بتونیم جلسات تکمیلی یا تمرینی داشته باشیم انشاءالله، یا جلسات پرسش و پاسخ برای برطرف شدن ابهاماتی که عزیزان داشتن. اما مسلم این کار عملیه. تا شما وارد نرم افزار نشید، تا شروع به کار نکنی، به چالش های کار با نرم افزار آشنا نمیشین. بنابراین ترجیحاً شما یه سری تمرین داشته باشین، با مصاحباتون رو پیاده کنین، تمرین کنین و شاید جلسه تکمیلی اگه لازم باشه که به سوالاتتون پاسخ بدیم و مشکلاتتون رو در تحلیل داده هاتون با نرم افزار برطرف کنید. مجدد از حضورتون متشکرم. یه سوال دوستان دارن. خانم نظامزاده میکروفونتون فعاله؟ خانم نظامزاده خدمت شما خیلی ممنون صحبت کارگاه. فقط یک پیشنهاد داشتم، اگر امکان داشته باشه برای جلسه بعد یک ورژن ثابتی باشه که با استاد هماهنگ باشیم، چون ما خیلی از این آیتمایی که آقای دکتر فرمودن ما تو ورژن 20 نداشتیم. متاسفانه پیدا کردنش زار وقتی بود و یه مقدار ما عقب میافتادیم. اگر امکان داره دفعه بعد ورژن یکسان باشه، آقای دکتر جا 20 رو بریزن یا به ما بگم ما ورژن رو بریزن یا به ما بگم ما بعد میشیم. خدمت شما هستم خانم خانم داده. تشکر میکنیم از کامنت مفیدی که دادید و حالا اشکالی که براتون دیدید داشت. بس اینه که میفتم مکس ها اون شاکل اصلیش یکیه. من خودم با مکس 10 بود کار کردم، نمیدونم متوجه شدید یا نه. مکس 2 هم که ما کار میکردیم به همین شکل بود. قطعا خب نرم افزار جدید که میاد تو اسپیسس هم به همین شکله، آپدیت تر میشه، بروزتر میشه، اما یوزر فرندلی که گفتیم اینا اون موارد رو رعایت میکنن، بهتر میشه. ولی حالا میگیم سری بعد که مکس 10 رو مثلا داشته باشید که بشه یکسان تر بشه، ولی خیلی اون شاکل اصلی اون 4 تا خونه خیلی فرق نداره. دقیقاً درست میفهمید، به همین صورتی هست که خدمت شما. ولی مثلا ما ویندوز رو پیدا نمی‌کردیم یا یه گزینه‌ای که من با آزمایش اینا مقدمات من یکی از دوستان نمی‌دونم. ما اول سوال کرد، چون که ما همزمان حضور بیش از 100 نفر رو داشتیم نمیشد مثلا وقت رو منقضی کنیم بیایم بگیم که چجوری اینو بارگذاری. اینا مقدماتی بود که باید انجام میشد. یعنی شما حداقل مثلا یک هفته الان هست که اطلاعش، بیش از 20 روزه که مثلا اطلاعش هست، این کار رو باید انجام میدید. حالا گفتیم با این حال این نرم افزار گفتم خیلی به کارتون میاد، خیلی مفیده برای کارتون. ما دور دومش هم میذاریم، شما حداقل مثلا اون چیزایی که یاد گرفتید و مد نظرتون باشه یا اون نقایصی که این سری وجود داشت رو تمرین کنید بپرسید، سری بعد کاملتر انشالله خدمت دوستان خواهیم گفت. انشالله خیلی ممنون متشکرم. خواهش میکنم سلامت باشید. اگر همکاران دوستان سوالی ندارن من از همگی خداحافظی میکنم. فیلمش و مطالب در صفحه کمیته تحقیقات دانشگاه ولایت الله دانشکده پرستاری بارگذاری میشه. انشالله برای جلسات آتی
هماهنگی میشه و اطلاع رسانی میشه. از حضورتون مجدد سپاسگزاریم. همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم.